کتاب های صوتی این مجموعه اختصاصاً برای کانال شبنشینی هالو تهیه شده است قصه هایی از ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کهنسا کتاب پنجم توتی نامه بخش یکم سلام بر دوستان خوبم شبتون بخیر یا روز شما هر زمانی که گوش میکنید این قصه رو کتاب دیگری رو شروع کردیم توتینامه نامه رو سندباد نامه تموم شد تا حالا چند کتاب رو یکی کلید و دمنه مزبان نامه بختیار نامه سند و الان پنجمین کتابمون توتی نام است توتی نامه کتابیه که باز منشأ داستانهاش هندیه نویسنده کتاب کسی به اسم زیاعدین نخشبی اهل نخشب نخشب همی الان در جنوب ازبکستان قرار گرفته در اون زمان فارسی زبان بوده نخشب برای ماهش مشهوره حالا ماه نقشب تو شعر و ادبیات فارسی خیلی تکرار شده ماه نقشب رو کسی به اسم المقنع که اسم خودش هاشم بوده ولی میگن انقدر زشت رو بوده که نقاب به صورتش مینداخته به این دلیل بهش المقنع میگفتند از توی چاهی در شهر نقشب بیرون می آورده این واقعا ماه چه بوده هنوز کسی نمیدونه. دونه بعضی حدس می که آینه توی چاه گذاشته بود یا جیوه که نور خورشید رو انعکاس میداد در آسمان و به شکل ماه دیده میشد. این یه مقداری مشکل قبولش برای اینکه وقتی خورشید غروب کرده ماه دیده میشه و خورشید که غروب کنه دیگه نمیتونه به ته چاه بتابه حتی به اصطلاح در ساعاتی جز یک ساعت خیلی خاصی در ظهر که کاملا عمود میاد به سمت زمین نمیتونه تو چاه فرو بره نور خورشید واقعا کسی نمیدونه در بعضی از نوشته حتی گفته شده که از دو ماه راه دیده میشد شما فکر کن دو ماه آدم راه بره و هنوز این ماه رو ببینه اطلاعاتی که در مورد ماه نقشب هست زیاد اطلاعات کاملی نیست به حال نویسنده ما اهل نقشب بوده من راضی به المغنه و جنبش سپی جامگان 160 در واقع یک سال بعد از هجرت پیغمبر و دیگه عرب ها ایران رو گرفته بودن جنبش های زیادی جنبش های مقاومت ایرانیان در مقابل اعراب بود که ابو مسلم شکست خورد یعنی اشتباه کرد بعدا براتون قصهش رو خواهم گفت بعد از اون سند باد بود که متاسفانه شکست خورد بعد المغنع جنبش سپید جامگان رو راه انداخت علیه عرب ها و نزدیک بود پیروز چه متاسفانه ترک ها باعث شکستش شدن حالا اون توضیح زیادی داره که خودش قصه ماننده و براتون خواهم گفت برگردیم به نویسنده نویسنده پس اهل نقشب بوده در قرن هشتم و الان قرن پنزدهم قمری هستش میگن اصل داستان های از شکتی سپتاتی در واقع گرفته شده در هندی سانسکریت بوده اصلش و دقت کنید ست به فرانسه یعنی هفت ما ماه سپتام رو داریم که حالا به چه دلیلی با اینکه ماه نهم هستش ماه هفتم در واقع تلقی می شده حالا ممکنه بگن نه اتفاقی بوده ولی ما بعدش اکتبر رو داریم که اکت به معنی هشت نف به معنی 9 که نوام رو داریم و دیس به معنی دهه که دسامبر رو ازش داریم حالا این باز یه مطلب دیگه است که بعدم با در بوده صحبت کنیم هفتا توتی بوده بعضی یا چهل توتی نوشتنش و اصل داستان رو دو نفر در واقع روایت کردند که یکیش اسمش جواهر الاسمار هستش اسمار سمر یعنی داستان جواهر یعنی برگزیده داستانهای برگزیده در واقع اگر بریم به سال قمری که الان 2018 هستش در سال 1801 یعنی بیش از 200 سال پیش این کتاب رو آقای گلادوین ترجمه کرده به انگلیسی و همچنین یک آلمانی به اسم ایکن در 1822 ترجمهش کرده به آلمانی و گوته شاعر بزرگ آلمان که آدم بسیار برجسته و حافظ رو هم بسیار دوست می داشته و یکی از شاکارهای زیادی داره از جمله دکتر فاست هستش که داستان بسیار زیبایی کسی که روحش رو به شیطان میفروشه و آخرش به هر حال ندامت میبره گوته این کتاب رو خونده و یک آلمانی رو تشویق کرده که بره این داستانها رو به سانسکریت پیدا کنه و از زبان سانسکریت مستقیم به آلمانی ترجمه کنه در مورد نویسنده هم بگم که نویسنده یه مقداری خب عقاید صوفیانه داشته و مسلمون هنرفی بوده به احتمال زیاد و در عین حال میدونید داستان ها مال هنده و بخشی از هند جایی بود که خانم ها رو وقتی شوهر میمرد زنده زنده با شوهر میسوزوندن اصل و ریشش مال این بوده که پولدارها نگران این بودند که زنشون زهر بده و اونها رو بکشه به خاطر اینکه زن همچین کاری همچین خطایی نکنه و بسیار از شوهر خوب مراقبت کنه این قاعده رو گذاشته بودن که انگلیس ها وقتی رفتن و هندو گرفتن این قانون رو مانع شدن که دیگه اجرا بشه و کنار گذاشته شد قانون بسیار غیر انسانی بود بنابراین کتاب توتی نامه به خاطر اصل هندی ضد زنه و در عین حال یک صوفی هم اون رو برداشته نوشته که عقاید و تعصبات خاص خودش رو در اون دوره داشته و به خاطر همین داستانها داستانهای ضد زنی است علیرغم این کسی مثل گوته شاعر بزرگ آلمانی کتاب رو خونده و ازش فراوون لذت برده هدف ما هم که از گفتن این قصه و شنیدن شما آشنایی با ادبیات کهن ایران هستش و همچنین ادبیات آسیا در واقع اینو براتون بگم که هند زیاد دور نبوده از ایران از نظر فرهنگی زیاد دور نبوده حتی بعضیا میگن پیامبر اونها بوداست پیامبر ایرانی ها زرتشت بعضیا میگن حتی زرتشت و بودا با هم ملاقاتی داشته اند همدیگر رو دیدند اینا دلیل نمیشه که اگر گفته اند درسته ولی میخوام بگم که یک نزدیکی بین این دو فرهنگ وجود داشته بهرام گور هندی ها رو خیلی هاشون رو که اهل زدن و رقصیدن و آواز خوندن و اون که مطرب بهش میگن عربا آورد به ایران که شاد باشند و خوشحال باشند و در فضای شهرها صدای موسیقی و آواز و خوشحالی باشه برگردیم به قصهمون توتینامه رو شروع کنیم و اما توتینامه در زمانهای بسیار قدیم در هندوستان بازرگانی بود به اسم مبارک حالا این مبارک رو ممکن نویسنده مسلمون خیلی از به اصطلاح مسائل و اسامی اصلی کتاب رو داستان رو به ذوق خودش تغییر داده باشه مثلا نویسنده دیگری که براتون گفتم جواهر الاسمار رو نوشته اون فقط 32 داستان رو انتخاب کرده بقیه رو گذشته کنار در حالی که توتی نامه پنجا و دو داستان داره و این نشون میده که درش ذهن نویسنده در اصل داستانها دخالت کرده و تغییراتی درش داده برحال اسمش مبارک بوده مبارک مال و منال بسیار داشت اما فرزند نداشت و شب و روز از خداوند طلب یک فرزند رو میکرد اونم پسر پسر به خاطر اینکه در مزرعه کار میکرده عموما و به خاطر اینکه وقتی که بزرگ میشده بیمه پیری و بازنشستگی پدر محسوب میشده ترجیح داده می شده به دختر این هم پسر می خواست از خدا و سرانجام خداوند بهش پسری میده اسم پسر رو میذاره میمون حالا میمون بر ما خنده داره ولی خب میمون به عربی یعنی مبارک به فارسی معنی اون حیوانی رو میده که ما بهش میگیم میمون به معنی مبارک هستش گاهی وقتا هم شاید دیده باشید که جشنی میمون و مبارک بود میمون به معنی فرخنده پسر بزرگ میشه بهش علم و دانش یاد میده معلم برش میگیره هنر بهش یاد میده و پسر وقتی که بزرگ میشه عاشق میشه عاشق دختری به اسم خجسته خجسته و میمون که عاشق یکدیگر بودند بالاخره به وصل هم میرسند و با هم ازدواج میکنند و زندگی خوش و خرمی رو داشتند و میگذروندند با هم تا روزی میمون رفته بود بازار و دید یک نفر داره یه توتی میفروشه گفت این توتی چند؟ گفت هزار دینار گفت هزار دینار؟ یه مش پر رو که هزار دینار نمیفروشن این یه لغمه چپی یه گربه است من هزار دینار بدم غذا یک ودی گربه رو بخرم توتی گفت ای برادر اشتباه میکنی من یک توتی عادی نیستم من یک مشت پر نیستم من پرم پرم از علم و دانش و فه و حتی میتونم ده روز آینده رو هر اتفاقی که در جهان میخواد بیفته پیش بینی کنم و بگم میمون باور نکرد گفت آخه بخواد پیش بینی کنه نه نمیشه که گرچه هندوستان سرزمین پیشگویان و آدمای عجیب و غریب بوده ولی به هر حال باور نکرد گفت خب میدونم باور نکردی یه قراری با هم میذاری من بهت میگم ظرف سه روز کاربانی میاد که سنبول میخواد شاید پیاز سنبول منظورش بوده چون گل سنبول پیاز داره سنبول میخواد تو برو هرچه سنبول هست بخر نگهدار کاروان که رسید سنبول در شهر نایاب میشه و تو میتونی اون رو بفروشی و ثروت کلانی به دست بیاری کلان یعنی زیاد و میتونی من رو به شرط از فروشنده بخری به شرط خریدن یا با خیار خیار از اختیار نه اون خیاری که میخوریم عربیش به معنی اختیاره یعنی که اختیار داشته باشی تا سه روز برگردی بگی آقا نمیخوام تا سه روز حق فسخ داشته باشی این قرارداد خرید رو منو با خیار بخر و به شرط بخر اگر این حرفی که من گفتم ظرف سه روز درست در اومد تو از فروش سنبول ها پول بسیار زیادی به دست میاری و میتونی هزار دینار رو به راحتی بپردازی اما اگر حرف من نادرست از آب در اومد قبوله منو پس بده یا بگو من قرارداد و فسخش میکنم من قرارداد و فسخ کردن به هم زدن به هم میزنم نمیخرم این توتی رو میمون فکر کرد و گفت فکر بدی نیست بسیار عالی قفس توتی رو گرفت و با خودش به خونه برد ظرف سه روز کاروان از راه رسید و گفتند این کاروان اومده برای خرید سنبل سنبل در شهر نبود هرچه بود در اختیار میمون بود و میمون سنبل های خودش رو به قیمت بالاتر به کاروانیان فروخت و ثروت کلانی گیرش اومد و فهمید که این توتی همونطور که گفته بود توتی دانا و توانایی است به خاطر همین مسئله دیگه معامله رو خرید رو به هم نزد و توتی شد مال میمون برای اینکه توتی تنها نباشه توی بازار میگشت شارکی دید شارک یک پرنده شبیه توتی ولی سیاه رنگ شارکی دید و شارک رو هم خرید که ببره اینا با توتی گفتگو کنند و توتی احساس تنهایی توی خونه میمون نکنه بعد از اون میمون در تمام کارهاش با توتی مشورت میکرد و هر چه توتی میگفت انجام میداد و میدید که نتایج بسیار خوبی هم داره میگیره تا روزی توتی از سودی که در بازرگانی از طریق دریا وجود داره برای میمون گفت و اونقدر گفت و گفت و میمون مسته به دست آوردن پول و درم و سکه و طلا شد که کفش به پا کرد همون لحظه بره به قول خودش از توی آب نون در بیاره یعنی ثروت از طریق سفر دریایی به دست بیاره که همسرش خجسته رسید و گفت که ای عزیز چیکار داری میکنی؟ گفت میخوام به سفر دریایی برم برای تجارت گفت خب سفر دریایی خیلی خوبه تجارت خیلی خوبه پول هم خیلی خوبه اما پول در این خوبی پایبند آدم آدم رو اسیر خودش میکنه آدم رو گرفتار میکنه و از خیلی چیزها انسان قافل میمونه گفت زن به هر حال اگر هم پول نداشته باشیم بدبخت و بیچاره این بهتره که پول داشته باشیم و این سفر رو من باید برم حالا اصطلاحاتی که در اون زمان بوده رو گوش کنید خوجسته گفت از قدیم گفته که زن پای موزه مرد است پای موزه یعنی کفش یعنی زن در حد کفش مرده هر جا مرد بره کفشش چون میبره زنش هم باید ببره پس تو رو باید با خودت در این سفر ببری و من تنها نمونم میمون بهش گفت بله از قدیم گفتن در این حال که زن آستانه خانه است آستانه یعنی محل ورود محل وارد شدن خانه آستانه خانه است یعنی چه؟ یعنی زن فقط باید دائم توی خونه باشه از خونه بیرون نره این ادبیات قالب اون زمان بوده که زن یا کشتگاه یا کفش یا آستانه دره میمون گفت من به هر حال دارم میرم و هیچ چیز نمیتونه منو از رفتن به این سفر باز داره و مانع بشه و نذاره برم اما یک نصیحت میکنم تو رو که تا زمانی که من نیستم باید هر کاری کردی با مشورت با توتیان باشه یعنی هم با شارک هم با توتی و بدون مشورت اونها هیچ کاری نکنی این رو گفت و خداحافظی کرد و رفت از دلتنگی های توی خونه گاهی وقتا خوجسته می رفت بالا پشت بوم می نشست و بیرون رو نگاه می کرد آمد و رفت مردم رو تا دل گرفتش کمی باز روزی که از بالای پشت بوم به بیرون نگاه می کرد چشمش افتاد به چشم امیرزاده یعنی پادشاهزاده زاده حالا یا حاکم اون شهر اگرم پادشاه نبوده و حاکم بوده یعنی حالت استاندار رو داشته به چشم امیرزاده افتاد و یک دل نه دل عاشق شد و در جا از هوش رفت قدیما این شیبه عاشق شدن بوده کتابی هست به اسم شاه بختیار و چهار درویش که در اون هر وقت بحث عشق میشه تا کسی کسی رو میبینه میخواد عاشق بشه اول یه فریادی میزنه و بعد میفته بیهوش میشه این در واقع طریق بیان عاشق شدن بوده در کتاب های قدیمی بر بیهوش شد و بعد به هوش اومد و باز دوباره نگاه کرد دید که امیرزاده همچنان ایستاده و داره نگاش میکنه با هم صحبت رو آغاز کردند و امیرزاده گفت که تو به خونه من بیا گفت که نه اولش گفت نه و بعد کم کم اون حوثی که در درونش بود و اون مید و عشقی که در درونش ایجاد شده بود قانعش کرد که بره گفت باشه ولی روز نه روز پرده پوش نیست شب تاریکه و پرده پوشه و همه چیز رو میپوشونه و پنهون میکنه من بهتر شب بیام پیش تو اما چون باید با توتی ها مشورت میکرد رفت با شارک که دختر یا زن بود مشورت کرد گفت یک زن درد یک زن رو بهتر میفهمه شارک شروع کرد به نصیحت کردن فکر کرد خب ارباب من میمون هستش و من نباید به ارباب خودم خیانت کنم شروع کرد به نصیحت کردن بانو که نه این کار درست نیست نرو و خیانت به شوهرت نکن بهترین کار اینه که این عشق و این دلدادگی رو از سرت بیرون کنی و این مشتاقی و و شیفتگی رو کنار بذاری اما از اونجایی که نصیحت در دل عاشق اثر نمیکنه گفته های شارک هم در خجسته هیچ اثری نیافت و پیدا نکرد وقت ما داره به پایان میرسه این اولین قسمت کتاب توتی نام است و انشاءالله در قسمت های بعد من دنبالیه داستان توتینامه رو بتون خواهم گفت وقت شما عزیزان من خوش قصه هایی از ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کهن کتاب پنجم توتی نامه بخش دوم سلام بر دوستان خوبم شبتون بخیر یا روز شما هر زمانی که گوش میکنید این قصه رو دنبالی قصه توتینامه رو میخوام بگم اولین قصه ای است که در واقع از قصه های توتی نامه شروع میشه اگر خاطرتون باشه شارک رو زن بازرگان یعنی خوجسته زد و کشت انداخته رو زمین و اونم بیچاره مرد و رفت سراغ توتی و قصه رو براش گفت گفت توتی من عاشق پسر شاه شدم امیرزاده یا شاهزاده و با هم قراری گذاشتیم که امشب برم پیشش من فکر کردم شارک خانم درد منو میفهمه براش گفتم ولی واکنشش طوری بود که من ناراحت شدم میخواست به شوهرم بگه منم کشتمش و اما تو نصیحت تو چیه من چیکار کنم توتی باهوش بود فکر کرد در مقابل عشق اگر بخواد حرفی بزنه قضیه خراب میشه نهایتا زن عشقش رو انتخاب میکنه مخصوصا شارک رو در واقع توتیسیاه رو کشته و طاقت شنیدن حرف مخالف رو نداره فقط دلش میخواد حرف موافق بشنوه این بود که از فکر خودش بهره گرفت و فکر کرد که چیکار کنم که هم منو نکشه هم در عین حال به ارباب خودم که بازرگان یعنی میمون باشه خیانت نکرده باشم گفت که ای بانو شما چرا قصه تو با شارک گفتی اون هم زن خانم ها تحمل شنیدن راز یکدیگر رو مخصوصا اگر راز عاشقانه باشه ندارن شما با و درد تو مشکل به من میگفتی حالا به هر حال اصلا اشکالی نداره عشق چیز بسیار خوبیه تو باید دنبال دلت بری و سعی کنی از زندگیت لذت ببری الان هم که میمون نیست در واقع شوهر از تو دوره و تو به هر حال نیاز داری که با کسی دوستی کنی و ارتباط داشته باشی و من راز تو رو مثل همون توتی که جونش تو در راه حفظ اسرار آن زن به باد داد جانم رو به باد میدم ولی اسرار تو رو افشا نمی کنم علنی نمی کنم باز نمی کنم به کسی نمی گم اینه تقریبا همه شون هم افشا کردن باز کردن برملا کردن همش آشکار کردن آشکار نمی کنم یعنی به میمون و شوهره نمیگم هست کنجکاف شد و گفت که گفتی قصه اون توتی اون توتی چی بوده قصهش گفت بله در روزگار قدیم در یکی از شهرهای هند بازرگانی بود که توتی داشت تمام اتفاقاتی رو که توی خونه میافتاد توتی برای بازرگان تعریف می کرد و کل امور داخلی خونه بازرگان با توتی بود یعنی به همسرش آنچنان اعتمادی نداشته توتی براش رازدارش بوده و مراقبت میکرده و خبرچینی میکرده در واقع تا اینکه بازرگان به سفری میره و این سفر طولانی میشه و زن در مدت تنهایی خودش نیاز داشته حالا با مردی گفتگویی بکنه با یک جوونی از جوانای محله خودشون دوست میشه و شبا این جوان میومده پیش این خانم میخوابیدن تا صبح در کنار هم توتی این رو میدیده اما چشماشو می بسته و تظاهر میکرده که نمی بینه چون خطرناک بود اگر بانو پی می برد که توتی داره می بینه و ممکنه به شوهرش بگه بعد از مدتی بازرگان از سفر برگشت و یک راست اومد پیش توتی گفت ای توتی بگو ببینم در مدت نبودن من چه اتفاقاتی افتاده توتی همه چی رو گفت جز به جز غیر از عاشق شدن بانو و اومدن آن جوان پیش بانو شبها اونو نگفت و اما بعد مدتی بازرگان از طریق دیگری از کسان دیگری این ماجرا رو شنید و فهمید میدونید محیط کوچک اینطوری بوده که اگر اتفاقی میافتاد مردم میدیدن شما فرض کنید در شهر نیویورک بخواید برید خونه ای بیاید بیرون کسی کاری بهتون نداره یا فرض کنید توی پاریس شهرهای بزرگ اما در یک روستای کوچک اون هم توی جهان سوم کسی غریبه ای وارد خونه ای بشه همه مردم ده خبر دارن اصر تا اصر همه به همدیگه دیگه گفتن که یک غریبه ای اومد رفت مثلا خونه حاج سفر و از اونجا اومد بیرون همه میدونن و این همون تفکیک و تفاوتیه که بهتون گفتم بین فرهنگ روستا و فرهنگ مدنی وجود داره اینکه کدوم به کدوم بده اصلا قضاوت نمی کنیم. هر کدوم ماله محیطه محیط روستا فرهنگش اونه محیط شهرم فرهنگش اونه اما گروهی توی شهرها زندگی می کنن که چون یک نسل یا دو نسل قبلشون از روستاها مهاجرت کردند و اومدند هنوز اهمیت میدن به این مسائل و فرهنگ روستا رو دارن فرهنگ کسبندگی داره تو مغز و ذهن آدم میمونه و از طریق پدر به بچه و طریق آموزش البته منتقل میشه و بچه ها همون فرهنگ رو کسب میکنن قضاوت در مورد دیگران حضوری در کار دیگران کی چه کار کرد چه خورد چه خرید حالا بگذریم از این مسئله شنید بازرگان که بله این طوریه و اومد و زن رو به باد کتک گرفت و اذیت و آزار رو فرستاد برو دنبال کار خونه بابات کاری که با خانوما میکردن و اما زن تصورش این بود فکر و خیالش این بود که این توتیه بر جنس بالاخره منو لو داده بعد از یه مدتی که به هر حال بین بازرگان و زن آشتی شد یک روز زن توتی رو از قفس کشید بیرون و پر و رو کند و انداختش بیرون و وقتی که مرد اومد گفت گربه حمله کرده قفس رو باز کرده و توتی رو برده با خودش مرد کمی غمگین شد برای توتی مهربانش ولی خب به هر حال باید میپذیرفته. اما چه بلایی سر توتی اومد نویسنده کتاب نوشته وقتی که خبر مرگ توتی به اطراف رفت تمام توتیان همه سیاه پوش شدند و براش ازاداری کردند تمام لاله های صحرا سر به زیر افکندند قنچه ها جامه دریدند جامه یعنی لباس قنچه که باز میشه میگن جامه درید و خروس ها و مرغان هوا همه براش ازاداری کردند که ای بابا توتی زیبای خوش سخن ما از دنیا رفت و خدا بیا مرزدش. براش ازدادی کردن اما توتی نمرد توتی لنگ لنگان خودش رو به گوشه عبادتگاهی کشوند و در اونجا قایم شد هر روز می اومد بیرون دونه ای چیزی در اون اطراف میدید میخورد و برمیگشت به داخل اون محلی که درش قایم شده بود مرد بازرگان که اول شنیده بود زنش بهش خیانت کرده خبر بد دوم این که توتی عزیزش رو گربه برده و از دستش رفته از غم توتی و ناراحتی اون عصبانی شد بر زن و این مطلب رو بهانه کرد و زن رو از خونه بیرون کرد زن خب دیگه جایی نداشت بره اگر خونه پدر و مادر میرفت میگفتن نه تو زن خیانت کار و بدی بوده ای ما تو رو راه نمیدیم برادرش همینطور خواهرش همینطور چون جامعه بر اساس اخلاق بود کسی که اخلاق را رعایت نمی کرد همه از خودشون میروندنش به خاطر همین پناه برد به گوشه عبادتگاهی اما به تدریج توتی بالهاش دوباره بلند شد رشد کرد خودشم از حالت زخمی بیرون اومد و زخمهاش خوب شد و التیام پیدا کرد التیام پیدا کردن یعنی هم خوب شدن زخم و اومد کنار زن زن شبی اونجا نشسته بود در اون عبادتگاه و در تاریکی و تنهایی خود با خدای خودش حرف میزد که متاسفانه عشق به باد داد خاندان و دودمان منو و زندگی منو به هم ریخت توتی اومد بهش گفت که نگران نباش خدا بهت کمک میکنه و کارت درست میشه زن تعجب کرد این صدا از کجا میاد کمی دقت کرد اطراف و نگاه کرد توتی اومد بیرون گفت ای بانو منو به یاد داری گفت آره ولی تو زنده ای گفت بله من زنده هم. ولی مطلبی رو بر شما بگم اون کسی که راز شما رو افشا کرد من نبودم من رازدار بودم و راز شما رو نگه داشتم اما دیگران گفتند ولی شما به ناروا منو مورد آزار و اذیت قرار دادی ولی من میبخشم و نادیده میگیرم و تازه کار دیگری میخوام بکنم گفت چیه اون کار؟ گفت میخوام برم پیش شوهرت و بهش بگم تو بیگناهی تا تو رو دوباره به خونه برگردونه روز بعد وقتی که خورشید در اومد توتی پروبال زد و برگشت به خونه پیش اربابش سلام کرد ارباب با تعجب سلام کرد و گفت ای توتی تو مگر در معده گربه نبودی اینجا چی کار میکنی؟ گفت که بله درسته من در معده گربه بودم و مرده بودم از بین رفته بودم گفت پس چطور زنده شدی؟ گفت این داستان درازی داره ای ارباب من ای سرور من داستانم از این قراره که تو همسر خودت رو از خونه بیرون کردی گفت بله گفت خب الانم قیامت نشده که مرده ها دوباره زنده شن و من به اون دلیل زنده شده باشم پیش تو اومده باشم همسر تو به عبادتگاهی رفت و در اونجا گریه کرد و پیش خداوند گفت خداوندا من بیگناهم و شوهرم منو بی دلیل از خونه بیرون کرده گفت خب گفت اون کسانی هم که در اون عبادتگاه دفن شده بودند گفتند خداوندا این توتی رو زنده کن که بر شهادت بده پیش شوهرش و من به دعای اونها دوباره زنده شدم و الان اومدم پیش تو و اومدم شهادت بدم که زن تو بیگناهه اون حرفایی که دیگران در موردش زدن درست نیست و تو به نابجا زن بیگناه خودت رو از خونه بیرون کردی بازرگان از کاری که کرده بود پشیمون شد که این چه خطایی بود من کردم به حرف نادرست و یاوه مردم اومدم همسر عزیز خودم رو از خونه بیرون کردم گفت الان کجاست نشونیش و توتی داد بلند شد و رفت و زن رو پیدا کرد و به خونه خودش برگردون قصه که به اینجا رسید توتی به خجسته گفت حالا تو همه بانو عاشق شدی معشوق منتظره بلند شو برو پیش معشوق و سعی کن زندگی رو ازش بهره ببری و لذت ببری زندگیت رو برو عزیزم و هیچ نگران نباش اگر حتی سر من اون بلایی رو بیارند که سر اون توتی اومد لب از لب باز نمیکنم و راز تو رو پیش احدی نخواهم گفت برو و از زندگیت لذت ببر بانو یعنی خجسته بلند شد که راه بیفته و بره پیش شاهزاده اما نگاه کرد بیرون دید اه هوا روشن شده به توتی گفت ای توتی متشکرم امشب دیگه هوا روشن شد من میخواستم در پوشش تاریکی برم که دیگران نبینند که دارم میرم خونه شاهزاده ناچارم که این کار رو به فردا شب واگذار کنم و فردا شب پیشش برم آن روز گذشت و باز شب فرا رسید و تاریکی همه جا رو گرفت و بانو خواست که بره پیش معشوقش یعنی صبر کرد همه خوابیدند و همه در بسترهای خودشون بودن کسی نبود که دیگه ببینتش و خواست از خونه بیرون بره اومد پیش توتی و گفت ای توتی ای یار عزیز ای دوست موافق من دارم میرم تو منو حمایت کن و هوای منو داشته باش تا من برم و به معشوق برسم توتی گفت بسیار عالی خانم حتما برید که عشق چیز بسیار خوبیه و البته این رو براتون بگم که شما قبل از اینکه اونجا برید باید در دل اون شاهزاده رو دوست داشته باشید عشق فقط عشق ظاهری و عشق مادی نیست باید قلبی هم باشه مگر نشنیدید که حتی مجنون وقتی که سگی از محله لیلی می اومد در مقابل این سگ سجده می کرد و همه بهش می گفتن دیوانه ای جلوی سگ داری سجده میکنی. کنی می مگه شما نمی دونید این سگ از خونه لیلی اومده انقدر لیلی براش عزیز بود و شما هم که می برید باید با خلوص و پاکی دل پیش شاهزاده برید دوستش داشته باشید از درون و دل عشق بورزید و خالص باشید تا خداوند شما رو به اون مقام عاشقان بزرگ برسونه درست مثل اون یتاقی و پادشاه تبرستان تبرستان مازندران در واقع کتابی داریم اسم تاریخ تبری اون هم مازندرانی بوده تبری یعنی مازندرانی و تبرستان یعنی مازندران یتاقی یعنی نگهبان پوزسته از توتی پرسید گفت قصه چه بوده؟ توتی گفت که در روزگاران قدیم پادشاهی بود بسیار عادل و مهربان و خوب در تبرستان شبی مهمونی بزرگی گرفته بود و همو در اونجا میزدند و میرخصیدند و مینوشیدند و شراب میخوردن و شراب گرچه در دین حرومه ولی خواص بسیار زیادی داره روی زرد رو سرخ میکنه حالا شروع کرد از خواص شراب گفتن بر ما خیلی عجیبه که نویسنده در اون زمان با این حد از مذهبی بودن باز داره از فواید شراب میگه ولی میگه خب البته این فواید رو داره اما چون حرومه نمیخوریم به گفت در اون مجلس شراب هم میخوردند و پادشاه میخورد و اطرافیان می‌خوردند و ناگهان صدایی اومد و مهمانی وارد شد پادشاه گفت این صدا از کیست گفتند یک کسی از راه دور اومده مرد اومد و پادشاه گفت از کجا اومدی گفت از خوجند من در خوجند نگهبان پادشاه بودم یتاقی بودم اما پادشاه قدر منو ندونست و به خاطر همین من اومدم به درگاه شما اومدم به خونه شما که اگر شما به من افتخار بدید من نگهبان شما باشم من نگهبان بسیار خوبی هستم بسیار در شمشیر بازی چیر دستم چیر دست بودن یعنی وارد بودن مهارت داشتن و تیر من هم به خطا نمیره اگر بخوام ستاره ای رو در آسمان با تیر میزنم و اگر بخوام ماهی رو کف دریا با تیر میزنم و در تاریکی و سیاهی میتونم شکار رو بزنم و هر کسی رو که بخواد به قصر پادشاه نزدیک بشه پادشاه باشه بسیار خوب این رو بذارید به عنوان نگهبان قصر من اما ته دل زیاد خوشش نیومد از این زبون درازی و خودستایی که یتاقی میکرد به خاطر همین بین نگهبانان خودش به یتاقی زیاد بها نمیداد بها ندادن یعنی ارزش قائل نشدن تا اینکه شبی چند سال بعد پادشاه در بیرون قصر خودش شب داشت قدم میزد و دید که یک نگهبان اونجا واستاده گفت تو کی هستی؟ گفت من گتاقیم گفت چکار میکنی؟ گفت سالهاست که روی یک پا ایستادم حالا روی یک پا شاید به خاطر اینکه خوابش نبره شاید به خاطر اینکه قدرت خودش رو نشون بده شاید بر اینکه از جاش تکون نخوره و فقط مراقب قصر پادشاه هستم و خیلی خوشحالم که پادشاه امشب اومد و من زیارت کردم پادشاه رو در حال این صحبت بودن در این اسنا در این اسنا یعنی ضمن این صحبت در حالی که صحبت می کردن صدای زنی از دور رسید که من دارم میرم کسی بیاد منو برگردونه پادشاه تعجب کرد که این صدا چیه گفت نمیدونم قربان چند شب این صدا میاد ولی من دنبالش نرفتم گفت چرا گفت به خاطر اینکه من نباید پست خودم رو ترک کنم وظیفه من نگهبانی از پادشاه نه تحقیق در مورد صداها پادشاه گفت خب امشب حالا من به تو اجازه میدم که بری و ببینی که این صدا از کجا میاد مرد یتاقی رفت و رفت و رفت به زنی رسید زیبا که داشت میگفت من دارم میرم کسی بیاد منو برگردونه حالا جالبه توی کتاب از این زن به عنوان عورت یاد میشه میگه عورتی دید یعنی از زن به عنوان عورت یاد میکنن عورت شرمگاهه یعنی عضو تناسلی آدما و در واقع زن مایه شرم به نوعی حالا در توجیه این بعضی از فرهنگ‌های لغت نوشتن عورت یعنی چیزی که باید پنهان شود که اون مایه آر عورت و آر هم ریشه است و شرم داشتن از حالا چیزی که عورت خونده میشه گفتن نه منظور چیزی است که باید پوشیده بشود خب درسته پوشیده میشود چون ازش آر داریم برای اینکه ازش شرمگین میشیم مایه شرمه عضو تناسلی رو اگه ما میپوشونیم چون مایه شرم بیرون بودنش و این دیدگاه اون زمانی هاست به زن دید زنیه گفت ای زن تو که هستی؟ گفت من جان پادشاهم پادشاه شما و دارم میرم و پادشاه با رفتن من خواهد مرد اما اگر کسی منو برگردونه پادشاه باز هم زنده میمونه و به حکومت خودش ادامه میده دوستان خوبم وقتمون تموم شد من ازتون خداحافظی میکنم و بقیه قصه رو میذارم برای قسمت بعد قصه های از ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کهن سال کتاب پنجم توتی نامه بخش سوم سلام بر دوستان خوبم شبتون بخیر وسط قصه یتاقی یا نگهبان بودیم با پادشاه تبرستان و اینکه زنی رو دید یا به قول اون که در کتاب نوشته عورتی رو دید و اون گفت من جان پادشاه شما هستم و اگر من برم پادشاه خواهد مور. مرد مرد یتاقی که پادشاه رو بسیار دوست داشت گفت ای زن بگو به چه شرط بر میگردی چون تو داری میگی که من میرم منو برگردونید خب من میخوام تو رو برگردونم تو چطور بر میگردی؟ گفت به این شرط که پسر خودت رو قربونی کنی اون وقت من بر میگردم گفت باشه همینجا صبر کن همینجا باش تا من برم و برگردم این قربونی کردن بچه یا جوون در دنیای قدیم در برخی از جامعه ها رسم بوده اینو قبلا یه اشاری براتون کردم که در یونان قدیم هم این بوده و رسم قربانی کردن دختر احتمالا به این دلیل بوده که وقتی یک خانوادهی تعداد دختران بیش از پسران بود مثلا خانوادهی چهار یا پنج دختر داشت و هیچ پسر نداشت اینجا باید یک پدر کار میکرد خودش و زنش و پنج تا دختر می شدن. هفت نفر غذا می خوردن نمی رسید کار یک نفر غذای هفت نفر رو تأمین نمیکرد این بود که یا دختر رو خیلی زود شوهر می دادن، یا اینکه حالا به بهانه های مذهبی جا افتاده بود که قربونیشون بکنن و سعی کنن تعداد کم بشه عرب ها در بخشی نه در همه جای عربستان در بخشی از عربستان اینها رو زنده بگور گور میکردن بچه ها رو دختر رو مخصوصا علت این بوده برای اینکه نون خور بود پسر میتونست بره تو مزرعه کار کنه از 6 7 سالگی دیگه میبردنش تو مزرعه مشغول کار میشد اون وقت اگر کسی 5 تا دا پسر داشت به جای دختر و خود فرد یعنی شش نفر کار میکردن هفت نفر به اضافه مادرشون میشدن هفت نفر هفت نفر میخوردن میشد غذا داد اما اگر دختر تعدادش زیاد بود نه یکی از دلایلی هم که دخترها رو خیلی زود در سن کم شوهر می دادن باز همین مسئله بود که از شر یک نونخور خلاص شن و این نونخور بره تو خونه دیگری بچه بیاره که بچه نیروی کار و در مزرعه ارزش داره به هر حال در یک دوره ای که بشر وضعش کمی بهتر میشه وضع مالی وضع درآمد بر اینکه هرچه ابزار و وسیله تولید و روشهای کشاورزی پیشرفت میکنه خب درآمد و تولید بیشتر میشه کم کم این سنت از بین میره یا کمرنگ میشه بهانش در یونان چه بوده من قبلا فکر کنم در داستانهای پیشین براتون تعریف کردم که وقتی جنگ تروای داشت شروع می شد آقا ممنون پادشاه یونان که داشت میرفت به جنگ به تروی اشتباهی گویا خطا کرده بود که آرت میس خدای آرت میس، اسم خدایی بوده زنی بوده ازش آزرد خاطر رو ناراحت بوده گویا حالا زده بود یک حیبونی رو کشته بود به خاطر اون ازش ناراحت بوده وقتی که میخواد بره به باد میگه دستور میده که بیاد جلو کشتی رو بگیره و کشتی که داشت سپاه رو برای جنگ میبرد نتونه حرکت کنه و تنها شرط این میشه که آگاممنون دختر خودش افیژنی رو قربانی کنه خب روایت های مختلفی از این داستان هست ولی توی بعضی از روایت ها گفته شده که خود آرت دوباره افیجنی رو نجات میده و نمیذاره که سرش بریده بشه در عوض از آسمان آهویی و در بعضی از قصه ها بوزی رو میفرسته که آگا امنون اون رو به جای افیجنی بکشه و قربانی کنه پس میبینیم که در یک مرحله از تاریخ یهویی قربانی کردن حیوانات جای قربانی کردن انسان رو میگیره میدونیم که وقتی که قربانی هم میکردن در جوامی که قربانی میکردن رو میگفتن به خاطر خدایان داریم میکنیم یعنی منتش رو سر خدایان میذاشتن ولی خودشون خبر نداشتن که دارن جمعیت رو تعدیل میکنن و میخوان که تعداد خانوم ها زیاد نباشه جمعیت زن در جامعه تعادلش به هم نخوره یا تعدادش برای یک پدر زیاد نباشه من شو سر خدا میذاشتن که وجدانشونم آسوده باشه میگفتند ما این رو در راه خدا دادیم این رسم و رسوم به روایت خانم پرل باک در کتابی به اسم پاویون زنان کتاب رومانی که ایشون نوشته که این روایت میکنه که ده حتی تا 1940 مثلا 40 سی چینی ها دختران خودشون رو که اضافی بود می بردن می زشتن پشت دروازه های شهر که سکا یا حیوانات وحشی بیان بخورن البته بچه رو دیگه در حالت نوزاد نه اینکه بزرگ شده باشه و این داستان در مورد کشیش آمریکایی که در چین زندگی میکنه و اینا رو جمع میکنه و یه یتیم خونه درست کرده و سعی میکنه اینها رو مراقبت کنه و بزرگ کنه در آمریکا هم قبل از اینکه اروپایی‌ها به اونجا برند و این قاره رو بگیرند از تک ها و اینکاها مایاها اینها به اصطلاح قربانی میکردن آدما رو و میکشتنشون مخصوصا در زمانی که قحطی میشد یه در قربانی میکردن که خدا خوشش بیاد بهانه به اصطلاح مذهبیش براش این بود که خدا خوشش بیاد که دارن بهش هدیه میدن این انسان ها رو انتخاب میکردن یا زمانی که شاهشون میخواست امپراتور میخواست بمیره یا بعد از مرگش و حالا به خاطر شادی روح امپراتور می اومدن یه عده از بچه ها رو می گرفتند و قربانی میکردند متاسفانه این رسم در جهان بوده و خوشبختانه الان ور افتاده و باز یکی از نقاط روشن فرهنگ ما ایرانی ها این هستش که در فرهنگ ایران هرگز همچین رسم و رسوماتی ما نداشته ایم تا جایی که البته بنده اطلاع دارم تا حالا ندیدم جایی نوشته باشه یا گفته بشه که ایرانی ها رسم قربانی کردن بچه داشتند یا قربانی کردن انسان به طور کلی نداشتند به هر حال نگهبان رفت خونه رفت خونه و به پسرش گفت به پسر خانمی هست که اون روح و جان پادشاه ماست و اگر اون بره پادشاه میمیره و فقط به شرطی حاضر بمونه و پادشاه اگر اون بمونه زنده خواهد بود و پادشاهی خواهد کرد که من تو رو قربونی کنم پسر گفت ای پدر جون من در مقابل پادشاه که ارزش نداره حتما این کار رو بکن آماده شد و پسر رو برداشت و برد با کارت که سر ببره روش قربونی هم سر بریدن بوده معمولا برد که سر ببره همین که خواست این کار بکنه اون زن فریاد زد که این کار رو نکن دست نگهدار ای نگهبان گفت چرا؟ گفت به خاطر این اخلاص و خلوص قلبی که داری و اینطور پادشاه خودت رو دوست داری خالصانه که حاضری بچه تو برش قربانی کنی همین در عالم آسمان و بالا پذیرفته شد و من برمیگردم و پادشاه نمیمیره و تو نیازی نیست بچه تو بکشی حال قصه تموم شد پادشاه تمام این مدت ماجرا رو داشت دنبال می کرد. یعنی پوستر طرف رفت دید با خانم چه میکنه بعد کسی رو فرستاد دم خونش به پسرش چی میگه پسرش رو آورد اون خانم فریاد زد که این کارو نکن همه اینها رو پادشاه شاهد بود اما بری خودش نیورد و رفت تو قصرش فردا شد برداشت شد و گفت برید یتاقی رو بیارید آوردن آقای نگهبان رو گفت به نگهبان دیشب تحقیق کردی اون صدا چه بود گفت بله قربان نگهبان با خودش فکر کردی اگه کل ماجرا رو بگه خب یه مقدار ریا کرده یه مقداری خودشیرنی کرده برای پادشاه که ای پادشاه ببین من چقدر دوست دارم حاضر شدم این فداکاری رو بکنم دید زیاد جالب نیست این کار ای قلبا دوست داره چرا بخواد تظاهر کنه و نشون بده به پادشاه کافیه که خودش بدون چیزی رو نه که به دیگری اثبات کنه درست مثل کارهایی که ما میکنیم برای خداوند بزرگ اگه برای خدا میکنیم نیازی نداره بنده خدا بدونه وقتی به بنده خدا میگیم یا نشون میدیم یا تظاهر میکنیم ما جماعت ببینید من کار خیر میکنم یعنی خدای تو که قابل نیستی اینا مهمن مردم مهمن نه باید کسی اگر کاری رو میکنه به احترام درون و روح خودش و به احترام خدا بکنه احدی هم نیازی نیست که بدونه برحال پادشاه که ماجرا رو میتونست گفت ای مرد تو با این بزرگی منو خجل کردی حالا من بر تو نگفتن که مرد چه گفت که پادشاه اینو گفت مرد به جای اینکه بگه من جون تو رو نجات دادم گفت قربان هیچ چیز زنی بود از شوهرش قهر کرده بود و رفته بود من رفتم آشتیشون دادم تموم شده رفت همین پادشاه گفت چقدر تو بزرگی یتاقی من چطور میتونم قدردانی کنم از این پاکی روح و بزرگی که تو داری به خاطر همین روز بعد جلسه تشکیل داد تمام بزرگان کشور رو خواست که در قصر و در دربار جمع بشن به خونه پادشاه میگن دربار که در دربار جمع بشن و اونجا اعلام کرد به همه که من بعد از خودم این یتاقی رو به عنوان ولیعهد خودم انتخاب می کنم و پادشاه شما بعد از من این مرد خواهد بود و یتاقی به مقام بسیار بالایی رسید توتی گفت که خجست بانو اگر شما عاشقی باید یک همچین حس پاکیزه ای نسبت به شاهزاده داشته باشی حالا چه شاهزاده باشه حضور داشته باشی یا حضور نداشته باشی عشق باید به این پاکی باشه وقتی که عشق در درون تو به این پاکی باشه در بیرون هم که کشش جسمی به خاطر زیبایی اون و زیبایی تو بین شما زیاده بنابراین این یک عشق کامل میشه حالا بلند شو پیش از اینکه که دیرتر بشه برو پیش معشوقت که منتظره و امیدوارم شب خوبی داشته باشید و از همدیگر لذت ببرید خوجست خانم بلند شد که را یفته بردید ایداد هوا باز روشن شد به توتی گفت توتی ای دریق باز هوا روشن شد انقدر من تعریفا و حرفای تو زیباست که غرق صحبت تو میشم و دیر وقت میشه میذارمش برای فردا شب چرا که باید این کار رو در تاریکی انجام بدم روز گذشت و شب سوم فرا رسید شب سوم بانو خدارایی کرد و آرایش کرد و زیورها و زینتهای خودش رو به خودش آویزون کرد و رفت و به توتی گفت ای یار موافق ای همراه من ای رهبر من ای عقل کل به من بگو مرو یاری کن منو کمک کن ببین دارم میمیرم از شوق عشق و دلم تو سینم نیست و تمام وجودم رو عشق اون شاهزاده گرفته کمکم کن که برم پیشش به من اجازه بده که برم پیشش توتی گفت ای بانوی زیبا نیازی به اجازه گرفتن نبود من از پیش اجازه شما رو داده بودم که اگر میخواهید برید و از عشق اون شاهزاده بهره ببرید اما چه میبینم؟ گفت چه میبینی؟ گفت میبینم که شما جواهر به خودتون آویختید گفت چه اشکالی داره؟ گفت نگرانم که ماجرای نجار و زرگر برای شما پیش بیاد نجار یا درودگر فارسیش درودگره نجار دقت کرده باشید همونطور که گفتم اسامی مربوط به شغلها در عربی بر وزن فعال بقال و عکاس و بزاز و نجار قصاب فارسیش درودگر میشه کسی که کار چوب میکنه و زرگر کسیه که با طلا کار میکنه جواهر ساز و کسی که از طلا جواهر میسازه به هر حال گفت که اون داستان براتون پیش میاد خوجسته گفت داستان درودگر و زرگر چیه توتی بگو که این رو هم بشنوم و برم گفت بله در روزگاران قدیم در شهری دو دوست بودند انگار یک جان هستند در دو تن یعنی جونشون یکی بود حالا دو تنشون از هم جدا بود فقط بسیار یکدیگر رو دوست می داشتن و بسیار با هم مهربان و یگانه بودند تا روزی نجار تصمیم گرفت که برای کار از شهر بیرون بره جواهرساز که طاقت دوری اون رو نداشت یا زرگر گفت من هم همراهت میام با هم رفتند و سفر بسیار سختی بود چه خطرها چه سختیها تحمل کردند و چه راه ها رو پیمودند، پیمودن یعنی عبور کردن و رد شدن. تا رسیدند به شهری و در اون شهر دنبال کار گشتند. یکی دنبال کار چوب نجاری و یکی دنبال کار طلا و زرگری. هرچه چه دنبال کار گشتند، کار پیدا نکردند. گرسنه و بیکس و بی پناه مونده بودند و نمیدونستند چیکار کنند در اون شهر مردم بت بود پرست بودند و یک بتخانه داشتند بت یعنی یک سمبولی از خدا ساختن حالا بعضیا از سنگ می ساختن بعضی ها از چوب می ساختن بعضی ها از طلا می و می رفتن. اونجا زیارتش می کردن. حالا مثل امامزاده اونها بوده در واقع میرفتن اونجا و فکر میکردن که اون بت نماینده خداست یا حتی خود خداست خود خدا که البته نمیتونست باشه نماینده خدا و این هم باز ریشه داره ریشه در بسلا تاریخ تکامل فکری بشر ریشه داره در جوامعی درخت میپرستیدن در جوامعی خورشید رو میپرستیدن در هر جایی رسمی بوده برای پرستش و نیایش گویا بشر همیشه این نیاز درونی رو برای نیایش داشته به هر حال در اون شهر بودخانهی بود و اینها دیدن که جواهرات زیادی به بودها آویزون شده و تمع کردن در این جواهرات کسی که تمع میکنه اولین کاری که میکنه باید جلب اعتماد کنه که مردم بهش اعتماد کنن که نه دیگه این آدم خوبیه بنابراین اولین قدم براشون این بود که اثبات کنند به مردم که اینها آدمای خوبی هستند این بود که رفتن در بادخونه و شروع کردن به عبادت صبح تا شب شب تا صبح میشستن اونجا و فقط عبادت میکردن مردمان شهر کم کم متعجب شدن که آقا اینا چقدر بندگان مؤمنی هستند و چقدر قابل اعتماد کار به اینجا رسید که ادهی بادخونه رو وقتی که میرفتن عبادت کنن نمیموندن توش و ترک میکردن میگفتن اگر عبادت اینه که اینها دارن میکنن اصلا کار ما عبادت نیست که اصلاً به درد نمیخوره کار ما و مثالی که باز نویسنده میاره از بایزیده که بایزید که بهش میگفتن سلطان العرفا یکی از عرفای بزرگ بوده میگن ای داشته دیوار به دیوار و این همسایه یهودی بوده یه دی میام بهش میگن ای یهودی بگو ببینم تو چطور سالها همسایه بایزید بوده ایو همچنان یهودی موندی مگه میشه کسی در کنار عارفی به این بزرگی از به اصطلاح تابش وجود اون از نور وجود اون بهره نگیره و به راه راست نیاد یهودی گفت که ببینید اگر عبادت کردن و به راه عرفان رفتن اون چیزی است که با یزید رفته از عهده من بر نمیاد اگر اون کاری است که شماها میکنید به درد خودتون میخوره به درد خدا نمیخوره پس من مثل شما نمیخوام باشم که ادعا میکنید از مریدان با یزیدید مثل خود با یزید هم نمیتونم باشم به هر حال ادامه پیدا کرد کم کم همه مردم شهر اینها رو شناختند و انگشت دما شده بودند به عنوان دو مرد عابد زاهد که تمام وقتشون رو توی بتخونه در حال عبادتند اعتماد مردم که خوب جلب شد دی کمی هم به بتخانه می رفتن. گفتم همشون استدلالشون این بود که اگر عبادت اینه که این دو نفر دارن می کنن ما نمی مثلا بهتر ما شرمنده ایم نریم توی بتخونه بتها از ما ناراحت میشن تا شبی اینها به مردم خبری دادند گفتند ما هر دو در خواب دیده ایم که بتها به خواب ما آمدند و گفتند که چون مردم دیگه نمیان به بتخانه ما رو پرستش کنند ما تصمیم گرفتیم که از اینجا بریم و در این بتخانه نباشیم این رو اومدند و به مردم گفتند مردم ساده دل گفتند ای بابا کاش برای بتها توضیح میدادید که ما اگر به بتخانه نمیایم نه به خاطر اینکه ارادتمون به بتها کم شده یا دوستی و مهرمون به بتها کم شده نه علتش اینه که ما نمیتونیم مثل شما عبادت کنیم و حق عبادت رو اونطوری که هست به جا بیاریم دوستان خوبم رسیدیم به آخر وقتمون من قصه رو در همین متوقف میکنم در جایی که این نجار یا درودگر و زرگر خوابی دیدند علکی البته ساختن از خودشون و به مردم شهر از قول بودها گفتند تا بخش بعد شما رو به خدا می سپارم قصه هایی از ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کهنسا کتاب پنجم توتی نامه بخش چهارم سلام بر دوستان خوبم شبتون بخیر ما در واقع رسیدیم به اونجا از قصه درودگر یا نجار و زرگر که بتها رو دزدیدند و بردند جایی زیر خاک قایم کردند مردم شهر نگران شدند که بتهاشون کجا رفته و اینها گفتند چون شما به عبادتگاه و بتکده نیمدید و بتها رو نپرستیدید بتها ناراحت شدند قهر کردند و رفتند از اونجایی که مردم وقتی که پای اعتقاد به میون میرسه بسیار ساده هستند باور کردند درودگر و زرگر بعد از مدتی که آروم شد اوزا رفتند و جواهراتی رو که آویزون بود به بتها در وردند دوباره زیر خاک گذاشتند بتها رو و فرار کردند و رفتند به سمت شهر خودشون اما قبل از اینکه داخل شهر خودشون بشن فکر کردن این همه جواهر رو چیکار کنن درختی رو پیدا کردند و زیر اون درخت جواهرات رو قایم کردند هر وقت به پول احتیاج داشتند پولی در دسترسشون نبود می و از جواهرات یه مقداری بر می داشتن می بردن، خرج می کردن اون که تموم می شد باز بر می گشتن. تا کم کم جواهر ساز تمع کرد و فکر کرد که بقیه جواهرات رو برم بردارم و به دوستم کلک بزنم حالا دو دوست به این نزدیکی این همه سمیمیت متاسفانه سمیمیت ها در دو جا گرفتار مشکل میشه یکی در زمینه پوله و یکی در زمینه جنس مخالف حالا اگر زن باشه مرد مرد باشه زن سمیمیت ها تو این دو جا احتمال و خطرش هست که به اصطلاح از بین بره و اگر دقت کنید این دو زمینه دو زمینه است که مربوط به بقای موجود زنده است یعنی موجود زنده با پول ثروت میتونه خوب بخوره خوب زندگی کنه و بمونه و بچه هاشو تربیت کنه و با داشتن جنس مخالف میتونه نسل خودش رو به جا بذاره پس این دو مسئله مهمه چون مربوطه به باقی موندن خود فرده و نسل فرد یا به قول معروف ژن فرد یک دانشمندی خیلی حت جالبی میزنه میگه که اسکندر اسکندر میدونید از پادشاهان مقدونی یونان بود در زمان هخامنشیان زمانی که در ایران داریوش سوم پادشاه بود حمله کرد به ایران و متاسفانه شکست داد داریوش رو و داریوش در جنگ کشته شد و اومد و ایران رو سراسر ایران رو که کشور بسیار بزرگی بود نزدیک 13 کشور شده بود امپراتوری ایران اونها رو همه رو گرفت و رفت تا طرف های هندوستان قدیمی ها برای هر چیزی قصه می ساختن. برای اسکندر قصه خیلی زیاد ساختن از جمله اینکه که می گن که اسکندر دنبال آب حیات بود دنبال چشمه آب حیات بود یعنی میخواست خواست برای چشمه رو پیدا کنه که اگر از آبش میخورد برای همیشه زنده میموند توی افسانه های قدیمی این باور بود که انسان اگر آب حیات بخوره آب زندگانی بخوره میتونه تا ابد زنده بمونه و هرگز نمیره اسکندر رو هم که نمیفهمیدن کشور گشاییش برای چی هستش بلند شده از یونان راه افتاده اومده رفته تا هندوستان برای چه اگر ثروت اگر کشور خوب گرفتی بنزی کافی این افسانه رو ساخته بودن که دنبال چشمه آب حیات بوده همچین چشمه ای وجود نداره و هیچ کسی نمیتونه زندگی ابدی داشته باشه اما ژن زندگیش ابدیه یعنی هر کسی ما انسان ها هر کدوم حلقه زنجیری هستیم و ژن توی این حلقه های زنجیر در حرکت من اگه فرزندی داشته باشم ژن من رو داره اون هم فرزندی داشته باشه ژن اون رو داره و به همین صورت میره شما فرض کنی بنده من نداشته باشم بچه فرزند نداشته باشم قطعا خواهر دارم یا برادر دارم اونها ژن خانواده من رو ادامه میدن بنابراین ژن زندگیش ابدی از یه سمتی امتداد پیدا میکنه و میره البته الان متاسفانه به قدری بشر جمعیتش روی زمین زیاد شده که این ازدیاد ژن هر کی میخواد ژن خودش بمونه ممکنه حتی زمین رو به خطر بندازه و, و زندگی بشر از بین بره برگردیم به قصمون اختلافشون شد سر جواهر یعنی اون دوستیشون در واقع اینجاست که سر پول و جواهر به هم خورد زرگر رفت و شبونه زیر درختی رو که جواهرات رو پنهان کرده بودن شکافت جواهرات رو برداشت و برگشت اومد خونه و قایمشون کرد بلافاصله فاصله فرداش رفت سراغ نجار داد و بیداد رو که ای خائن ای کسی که نارفیق بودی و رفیق نبودی و به من خیانت کردی نجار بیچاره هم تو مونده بود چی شده <تصفح> چه اتفاقی افتاده گفت چی میخوای بشه رفتی جواهرات دزدیدی کسی جز من و تو جایی اونجا رو بلد نبود من که نبردم پس حتما تو بردی نجار یه مقداری سعی کرد ملایمت کنه گفت خب حالا برای درد نمیدونم دیگه حالا گم شده دیگه ولش کن ما دیگه دوستیم با هم حداقل قبلا هم دوست بودیم انقدر دادوی داد و بیداد نکن اینقدر شلوغ نکن جواهرساز که دید نه نجار زیاد اعتراضی نداره گفت بسیار خب چه بهتر پس بذارم مسئله همینطور بمونه و رابطه ظاهری دوستیمون هم بمونه اما درودگر یا نجار کینه رو در دل داشت میدونست که رفیقش بهش کلک زده اما نقشه داشت و حالا نقشش بود نجار اومد از چوب یک شکلی رو مجسمه ای رو شبیه زرگر ساخت لباس تنش کرد و درست عین اون صورتش رو نقاشی کرد بردش بیرون از شهر و دو تا بچه خرس پیدا کرد این بچه خرس ها رو غذا میداد و بزرگشون میکرد اما غذاهاشون رو میذاشت توی آستین مجسمه زرگر یا مثلا زیر لباسش که خرس ها برند و غذا رو از اونجا در بیارن و بخورن بچه خرس ها چندین ماه این کار رو میکردند. یک روز در خانه نجار یا درودگر مهمانی بود در اون روز مهمانی به همسرش گفت که هم همسر زرگر رو و هم خانوادهش رو هم دعوت کن ما به هر حال با هم دوست بودیم نباید این اختلافات جزئی باعث شه که دوستیمون تموم شه زرگر دو تا پسر داشت همسرش اومد به اون مهمونی و دو پسرش رو هم آورد نجار یواشکی دو تا پسر رو برداشت و برد زیر زمین خونش بستشون یه جایی که نه فریاد بکشن و نه بتونن بیرون بیان عوضش دو تا بچه خرس آورد گفت ای داد و بیداد مردم به دادم برسید ببینید چه اتفاقی افتاد مردم جمع شدن که چه شده این خرس ها چیه گفت بچه های دوست عزیز من جناب زرگر ناگهان شدن خرس همه تعجب کردند که آخه ما شنیدیم که ممکنه مسخ اتفاق بیفته ولی این واقعی نیست این افسانه است مگه میشه انسان یه یه حیوان بشه البته برای مردم اون زمان خب زیاد دشوار نبود قبولش قبول میکردن شاید به هر حال خبر رسید به زرگر زرگر که میدونست این درودگر کینه ای ازش به دل داره و فراموش نکرده اون حق بازیش رو اومد و داد و بیداد رو انداخت که مردک این حرفا چی میگی مگه بچه آدم میشه بچه خرس تو خائن بچه های منو گرفتی قایم کردی گفت نه همچین چیزی نیست شدن خرس جلو چش خودم شدن زرگر یقه درودگر و خرس ها رو گرفت و برداشت با خودش برد به پیش قاضی قاضی گوش کرد حکایت هر دو طرف رو و به درودگر گفت ببین برادر امکان نداره که بچه انسان خرس بشه مگه میشه گفت بله قربان میشه شما الان اگه بخواید من حاضرم دلیل بیارم بر اینکه اینها بچه های همین مردن قاضی گفت باشه دلیل بیاری ازت میپذیرم دلیلش چیه گفت ببینید خرس ها الان بیرون سالن دادگاه هستن اگه بیاریمشون تو قاعدتا باید به سمت پدرشون برن اگر بچه های زرگر باشن خب بیاریدشون تو خرس ها رو بردن تو از اونجایی که خرس ها عادت کرده بودن از مجسمه شبیه زرگر هر روز غذا رو بگیرند، محبت پیدا کرده بودن به این موجودی که این شکلیه بودو هر دوشون رفتن به سمت زرگر و شروع کردن به لیسیدن سر و صورتش و خودشونو مالیدن بهش و خرسا رو جدا کردن گفت که قربان میبینید زرگر گفت نه این اتفاقیه حالا یه بار دیگه برن بیرون بیان شاید برن به سمت کس دیگری قاضی گفت اشکال نداره یه بار دیگه ببردشون بیرون بعد بیاری تو بردن بیرون آوردن تو همون اتفاق افتاد زرگر دید تو بد ماجرای گیر کرده قاضی هم راضی شد که بله اینا بچه های خودتن بردار ببرشون خونت دید بعد جوری گیر افتاده ولی میدونست که به هر حال کلکی هست که نمیدونه چیه اما همش زیر سر درودگره رفت پیش درودگر گفت ببین برادر من در حق تو بد کردم قبوله کارم بسیار زشت بوده اما خواهش میکنم بچه های منو بده گفت یعنی چی کار زشت بوده مگه چی کار کردی؟ گفت من جواهر تو زیدم گفت اه گفت آره گفت خب پس بیار سهم منو بده اگر سهم منو بدی شاید خدا از تو راضی بشه و این خرس دوباره بشن بچه هات من نمیدونم شاید گفت که ببین من میارم میدم این رو به تو ولی تو قول میدی که دعا کنی یا بالاخره یه کاری بکنی که این خرس دوباره بشن بچه های من و بچه های من برگردن خونه منظورش این بود که بالاخره بچه همو پس میدی یا نه گفت آره آره حتما به قول میدم این کار رو انجام میدم رفت و سهم جواهرات درودگر رو آورد بهش داد بعد درودگر هم گفت خب بالاخره اینها توی این زیرزمین ناگهان تبدیل شدند و مزخ شدن به خرس ببرمشون اونجا ببینم چی میشه برد اونجا خرس رو بس گوشه ای دست و پای رو باز کرد و آورد و به پدرشون تحویل داد توتی که قصه رو به اینجا رسوند گفت ای بانو ای خجست خانم حالا شما هم با این همه جواهرات داری میری و این جواهرات درسته که امیرزاده تو رو دوست داره و عاشقته ولی میدونی که وقتی که پای مادیات به میون بیاد بعضیها اکثریت البته اکثریت آدم ها تمع میگیردشون و حالشون عوض میشه و این ممکنه جواهرات شما رو بخواد یا اینکه اصلا به خاطر ثروت و جواهر شما با شما دوستی کنه نه به خاطر زیبایی شما و به خاطر عشق شما خوجسته گفت درست میگی حکایت بسیار جالبی برام تعریف کردی رفت و جواهرات رو در و گفت ای توتی پس من میرم پیش امیرزاده اما نگاهی به بیرون کرد دید ای بابا هوا روشن شده امشب هم باز نمیتونه بره بنابراین باز صبر کرد تا شبی دیگر شب چهارم خوجست خانم خودش رو آرایش کرد لباس زیبا پوشید و اومد پیش توتی و گفت ای توتی از غم عشق اون دارم مثل شم آب میشم و بیتاب دیدار امیرزاده هستم منو راهنمایی کن و به من اجازه بده که من امشب برم پیش معشوق خودم توتی گفت بله حتما باید بری ببین من با پرگویی های خودم و با صحبت کردن از این در و اون در سه شب مانع شدم که تو پیشه معشوق بری ولی امشب باید حتما عجله کنی و بری و از عشق خودت سیراب بشی دیگه چیزی به برگشتن شوهر نمونده و ممکنه شوهر برگرده و تو نتونی امیرزاده رو ببینی و خجل بشی مثل کی درست مثل اون امیرزاده حالا آره این امیرزاده یکی دیگه است یکی دیگر رو داره میگه آن امیرزاده و لشکری که از لشکری خجل شد لشکری یعنی کسی که توی ارتش یا توی نظام کار میکنه حالا درجهش دیگه مهم نیست قدیما بشه میگفتن لشکری به هر حال گفت مثل اون شرمنده بشی گفت اون قصه امیرزاده و لشکری چی هستش گفت بله این قصه طولانی الان برات میگم سعی میکنم کوتاهش کنم که فهم برسی به به اصطلاح عاشق خودت و از عشق خودت لذت ببری توتی گفت در روزگار قدیم مردی بود لشکری و این زنی زیبا رو انتخاب کرد و باش ازدواج کرد زن بسیار با تقوا و پارسا بود پارسا یعنی همون با تقوا و پرهیزکار و زن بسیار بسیار خوبی بود اما لشکری آدم شکاکی بود و تعصب زیادی داشت یعنی اگر بادی میوزید میومد ناراحت میشد که خانم چرا باد به تو خورد یا اگر پرنده ای روی درخت خونش این می میگفت این پرنده مثل اینکه به تو نگاه کرد خیلی تعصب داشت به خاطر همین سر کار نمی رفت توی ارتش که کارش بود نمی رفت نشسته بود خونه و فقط مراقب زنش بود که کسی به زنش نگاه نکنه هرچه داشتن خرج کردند و کفگیر خورد به ته دیک کفگیر به ته دیک خوردن یعنی تموم شدن وقتی شما با کفگیر از یه دیک غذا می کشید کفگیر که به ته یعنی غذا تموم شده یعنی پولشون تموم شد و دیگه پولی برای خرج کردن نداشتند زن گفت ای مرد بلند رها کن این تعصب و این غیرت بیجا رو و این شکاک بودن رو برو دنبال کار من که جایی نمیرم من که کاری نمی کنم برو کاری بکن پولی در بیار گرسنمونه کسایی که کار نمی کنند گفت سه گروهند و این رو دانشمندا گفتند کار نکردن یا به خاطر تنبلیه یا به خاطر تقواست یا به خاطر آره کسی که از روی تنبلی کار نکنه آخرش گدا میشه کسی که به خاطر تقوا کار نکنه به خاطر تقوا کار نکنه یعنی اینکه دنیا ارزش نداره همش باید عبادت کرد ای بابا مال دنیا چیه کسی که این رو بهانه میکنه و سر کار نمیره گفت همچی آدمی آخرش آدم تمکاری میشه سعی میکنه طمع کنه در داشته های دیگران و کسانی که از کار آر دارن کار رو بر خودشون آر میدونن حالا برای نمونه در زمان قدیم اینسا بوده احتمالا که این قصه رو گفتند در میان اعراب قبل از اسلام میگن که کشاورزی که کار بوده به نظر مردم اونجا یک به اصطلاح چیز زشت و مایه شرم ساری می اومده دزدی و جنگیدن با دیگران و مال دیگران رو بردن شریکترین کار بوده بنابراین کسی رو باستن تحقیق بود و اه این بابا میره دو کار میکنه یه همچین نگاه و دیدی بهش داشتن گفت همچین کسی هم که از کار آر داشته باشه آخرش دوز میشه مرد گفت نه من باید بشینم و فقط مواظب تو باشم اینکه که مرد غیرت داشته باشه چیزی که از بزرگان دین ما سفارش شده و من باید این سفارش رو حتما به جا بیارم زن گفت ای مرد اگر زنی فاسد باشه هیچ شوهری نمیتونه جلوشو بگیره و اگر زنی صالح و درستکار و پارسا باشه هیچ مردی نمیتونه گمراهش کنه بنابراین تو خیالت راحت باشه و بلند شو و برو دنبال کار فقط این رو بدون که اگر زنی استعداد انحراف و گمراهی رو داشته باشه هرچه بیشتر ازش مراقبت کنی امکان خطا ازش بیشتر تو که اون جوکی رو نشنیدی که زن خودش رو رو پشت خودش سوار میکرد و تو بیابونی میگردند که مرد کلدن اونجا نباشه با این واس اون زن با صدها مرد ارتباط و دوستی داشته گفت نه این چه حکایتی است ای زن برام تعریف کن زن شروع کرد به تعریف کن تا وقت ما الان تموم شده و باید حکایت جوکی رو با همسرش در بخش بعدی براتون تعریف کنم روزگار شما دوستان خوب من خوش قصه هایی از ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کهن کتاب پنجم توتی نامه بخش پنجم سلام بر دوستان خوبم شبتون بخیر دنباله قصه رسیدیم اون که داستان جوکی رو میخواد اون زن برای شوهرش همون آقای لشکری تعریف کنه گفت در روزگاری مردی بود بسیار خوشتیما و زنی بسیار زیبا داشت ولی هیچ وقت رشک نداشت برای این زن رشک یعنی حسد حسد عاشقانه که همون غیرت یا در واقع حالتیه که گاهی وقتا به نوعی وسواس و شک منجر میشه در ذهن آدم و هم به همه چی شک داره به هر حال خیلی به خانمش به همسرش اعتماد داشت خیلی زیاد و در این حد بود که روزی همسرش تصمیم میگیره که شوهرش رو امتحان کنه و ببینه این چقدر رشک درش هست یا نیست یا غیرتی هست یا نیست به خواهرزاده خودش که تقریبا همسن خودش بوده لباس مردونه میپوشه و اینها میرن توی بستر میخوابن که وقتی که مرد بیاد تصور کنه که مرد دیگری در کنار همسرش خوابیده مرد از راه میرسه از راه میرسه خیلی آروم میگه آقا شما هر کی هستی بلند شو برو این همسر منه منم میخوام بیام بخوابم و استراحت کنم خانم ها بلند میشن یکشون با لباس مردونه با لباس زنونه که همسرش بوده و همسرش در شگفتی و تعجب به شوهرش میگه آخه تو چطور هیچ وقت شک نمی کنی بدگمان نمیشی و رشک نمیبری چرا؟ میگه برای من اتفاقی افتاد و من از اون درسی گرفتم و اون درس باعث شد که وقتی روی کسی شناخت پیدا کردم دیگه درش تردید و شک نکنم و رشک هم نورزم چرا برای اینکه اگر زنی بخواد خطایی بکنه هر چقدر هم مرد بخواد مراقبش باشه بالاخره اون خطا رو میکنه و اما کسی که درون و ذهن و اخلاقش سالمه اون خطا نمیکنه اگر خاطرتون باشه من قبلا راجع به اخلاق درونی و اخلاق بیرونی براتون صحبت کردم این مرد جالبه که در اون دوره به اخلاق درونی اعتقاد داشته اعتقاد نداشته که باید یک خانم رو از بیرون کنترل کرد فکر میکرد که اگه در درون خودش اخلاق هست و ایمان و اعتقاد هست نیازی نیست از بیرون کسی مراقبش باشه پرسیدن خانم ها خب بگو یکیشون که خوارزادهی زنش بود یکیشم که زنش بود گفتم بر ما بگو تو چه دیدی که به این نتیجه رسیدی؟ گفت من روزی در بیابانی بودم از دور دیدم فیلی داره میاد به اندازه یک کوه و پشتش یک کجاوه بستن کجاوه در واقع اتاقکی بوده که بالای فیل یا شطور میبستن میرفتن توش می نشستن و این کجاوه بسیار شاهانه بود با خودم فکر کردم خب اینجا بیشه است و فیل زیاد عجیب نیست آدم ببینه اما کجاوه بر روی فیل در اینجا خیلی عجیبه از ترسم رفتم بالای درختی و در اونجا نشستم و نگاه کردم فیل اومد و کجاوه رو روی زمین گذاشت و بعد خودش رفت به سمت برکهی که از اونجا آب بخوره من دیدم یک بانوی بسیار بسیار زیبا از کجاوه اومد بیرون من هم اومدم پایین صحبت کردیم با هم و از هم خوشمون اومد و با هم رابطه داشتیم گفتم ای زن تو توی این بیابون توی این بیشه با این فیل گفت راستش بخوای شوهر من فیل نیست یک جوکیه جوکیا ها کشهایی بودند ریاضت یعنی سختی ریاضیات هم چون سخت هستش میگن ریاضی ریاضت کشهایی بودند که به خودشون سختی میدادند مثلا توی هند هنوز هم هست کسی که چند سال دیگه دستشو بالا نگه میداره مثلا چند روز غذا نمیخوره یا فقط یه بادوم بیشتر در روز نمیخوره یا اینکه فرض کنید روی سنگ سنگ های تیز میخوابه یعنی راحتی رو از خودش میگیره و خودش رو به سختی عادت میده اینها اعتقاد داشتن قدیمی ها که به نوعی قدرت میرسند در اثر این ریاضت کشی ها و سختی کشیدن ها وقتی که به قدرت میرسن خیلی از کارها رو میتونن انجام بدن قدیمی اعتقاد داشتن میتونن اینها پیشگویی کنند آینده رو بگن گذشته رو بگن ذهن افراد رو بخونن کارهای عجیب غریب زیادی میکردن اما گفت این با قدرتی که پیدا کرده خودشو کرده فیل چون منو خیلی دوست داره و بسیار هم حسوده و صاحب رشک کستش و نمیخواد احدی منو ببینه به خاطر همین منو گذاشتی تو کجاوه توی بیابانهایی میگردونه که هیچ احدی نباشه اصلا مردی نباشه که منو ببینه ولی از اتفاق و از غذای روزگار هر از گاهی تو این بیابونها مردی پیدا میشه مثل تو که پیدا شدی و من هم تونستم با تو همخوابه بشم و لذت ببرم بعد یه تنابی از جیبش در میاره و یک گره به اون تناب میزنه تناب این آقا میبینه که پر از گره میگه ای زن میشه بپرسم ازت این تناب و این گره ها چیه میگه آره این گره ها تعداد مردهایی که من باهاشون رابطه داشتم دور از چشم شوهرم و الان یک گره بهش اضافه کردم شد صد گره حالا تناب خیلی جا داره بعد از این گره های زیادی هم بهش اضافه خواهد شد می گفت در این حال بودیم که دیدیم فیل بر من رفتم بالای درخت و اومد و زن رفت, رفت توی کجاوه و کجاوه بالای با خورتومش پزاش پشت خودش و رفت و من از اونجا فهمیدم که حتی انسان اگر یک جوکی باشه یا یک فیل باشه یا هر قدرتی هم داشته باشه اگر زنی بخواد خطا کنه خطا میکنه و زنی هم که نخواد خطا کنه خطا نمیکنه حالا این قصه رو کی داشت میگفت زن لشکری برای لشکری داشت میگفت وای مرد بلند شغل بیرون برو کار کن برو پول در بیار تو مطمئن باش که من به تو خیانت نخواهم کرد و دیگران هم اگه چشمشون به من بیفته اهمیتی نداره آدم ها هم دیگر میبینن زیاد مهم نیست مرد کم کم راضی شد گفت البته به شرط اینکه تو یک تعهد و پیمانی به من بدی که به من خیانت نخواهی کرد گفت بسیار خوب ببین من یک دست گل به تو میدم خاصیت این دست گل اینه که اگر من به تو خیانت کنم فقط پجمرده میشه وگرنه این دست گل در تابستون و زمستون و هر چقدرم روز و روزگار برش بگذره همینطور شاداب و زیبا میمونه خوب بسیار خوب قبوله دست گل رو گرفت و رفت توی سپاه شاهزاده و رفتند به جنگ توی مسیر که داشتن میرفتند شاهزاده تعجب کردید دست این یک گل هست و این گل همیشه شادابه از اطرافیانش پرسید ماجرات چیه این گلی که دست این مرد هست الان زمستون شده هوا سرده برگ درختان ریخته گلها پژمرده شدن چطور گلی که در دست اینه شکوفا مونده گفتن والا قربان ما هم نمیدونیم شاهزاده دستور داد این مرد رو بیارید پیش من آوردنش و گفت ای مرد داستان این گل چیه مرد مرد لشکری داستان شادابی گلها رو برای شاهزاده تعریف کرد شاهزاده تعجب کرد گفت که به نظر من که همسر تو تو اینقدر بهش مطمئن هستی که گلها پژمرده میشه ولی من از این داستانی که میگی مطمئن نیستم بنابراین نقشه کشید که کسی رو بفرسته به شهر و اون کس سعی کنه زن لشکری رو فریب بده که ببینن آیا گلها پجمورده میشه یا پژمرده نمیشه. مردی که شاهزاده مأمور کرده بود و بیاد زن رو فریب بده یکی از آشپزهای شاهزاده بود اومد به شهر رسید اولین کاری که کرد رفت پیش یک دلاله دلاله یعنی کسی که میتونست بره واسطه بشه کاری انجام بشه تو میگن قدیما به آژانس املاکی ها هم میگفتن دلال ملک یا آژانس اتومبیل میگفتن اینه دلالن دلال یعنی کسی که راهنما میشه کسی رو به کسی دیگه معرفی میکنه و کسانی هم که توی شهرهای قریب می اومدن دنبال دلاله ها می گشتن که این دلاله ها بتونند راهنمای اینها باشند به زنی که میخواد باشون ارتباط داشته باشه به دلال پول داد و گفت برو زنی هست زیبا به این نشانی برو باش صحبت کن و بگو که من اومدم و عاشق و شیفتش شدم و میخوام باهاش ارتباط داشته باشم دلاله بلند شد اومد خونه زن زن به دلاله گفت که به این آقا بگو خودش بلند شه بیاد اینجا که من ببینمش گفت باشه رفت و به این آقای آشپز آشپز شاهزاده گفت که خود شما برید با این خانم صحبت کنید خانم بهش گفت که تو چرا دلاله رو اینجا فرستادی تو فکر نمی کنی که اگر حتی من با تو رابطه بخوام داشته باشم وقتی دلاله بیاد این یواش یواش تو شهر میپیچه هر کس دیگری که بیاد تو این شهر یک زن بخواد دلاله بلند میشه میاد خود در خونه منو میزنه گفت خب من خطا کردم ببخشید گفت بعد درستش کنی گفت چطور گفت میری به دلاله میگی که ای دلاله پول بیشتری بهت میدم یک زن دیگری بر من پیدا کن این چه خیلی بد اخلاقه و اصلا اهل این کارها نیست اینطوری دلاله دیگه ذهنش از من برمیگرده و از این فکر بیرون میاد که من ممکنه زن خطاکاری باشم اون وقت تو بیا پیش من گفت باشه از بیرون رفت و رفت پیش دلاله همونطور که زن بهش یاد داده بود کرد و اعتراض کرد و این چه زنی بود به معرفی کردی که خیلی بد اخلاق داد و بیداد میکنه اصلا اهل عشق و عشق بازی نیست ما کسی رو خواستیم تو با معرفی کنی که اهل دوستی و مهربونی و نشست و برخواست باشه میگه بسیار خوب چیکار کنم میگه پول بیشتر بهت میدم زن دیگری برام پیدا کن و میره میره به خانه زن میگه ای بانو من رفتم و از ذهن دلاله اون چرا که در زندش بود در بردم خیالش راحت شد که شما از اون زنها نیستید حالا پس عشق منو بپذیرید و اجازه بدید من در خلوت با شما باشم خوب بسیار خوب شما برو رو اون تخت بنشین حالا این تخت چه تختی بود؟ تخت وسطش خالی بوده فرش روش بوده زیرش یک تونل مانندی بوده که به چاهی میرسید یعنی چاه شیبدار که کسی اگر روی اون مینشست یه چون زیرش خالی بود میافتاد از اونجا تو اون چاله و از اون چاله میرفت کم کم ته اون چاه مانند میموند گفت شما برو اونجا بشین رفت اونجا نشست و تا نشست نشستن همانو افتادن همانو قلطی و رفت ته اون شاهزاده مدتی منتظر موند که آشپزش برگرده دید نه خبری نشد به آشپز دیگری گفت گفت دوستت فرستادم رفته بر نگشته تو برو یه سری ببین چه خبره چرا این نیومده و اگر موفق شدی سعی کن زن این لشکری رو فریب بدی من ببینم آیا گلها پژمرده میشه یا نمیشه مرد دوم اومد رسید به شهر و در خونه خانم رو زد خانم گفت بفرمایید گفتی که دوستان من اینجا اومده بود گفت بله بله اومده شما هم بفرمایید بفرمایید تو اومد تو و گفت که خب خانم شما زیبایید و چنینید و چنانید و من هم عاشق شما هستم اضافه بر اون دوستم گفت ای شما هم هستید گفت بله گفت بسیار خب تشریف برید روی اون تخت بنشینید تا با هم صحبت کنیم رفت روی تخت نشست باز نشستن همان و به ته چا همان شاهزاده مدتی منتظر تا نفر دومم نیومد کمی در شک و تردید افتاد و به بهانه شکار سعی کرد برگرده به شهر و مرد لشکری رو هم با خودش آورد لشکری رفت خونش رفت خونش و مرد گلها دستش بود گلها پشمرده نشده بود و زن گفت ای مرد در غیبت تو در نبودن تو گلی دیگر شکفته این گل رو هم بگیر و بین دست گلهای خودت قرار بده مرد این کارو کرد و زن قصه رو براش گفت که تو برای شاهزاده تعریف کردی که این گلها چیست و اون سعی کرد منو گمراه کنه مرد گفت آره به شاهزاده میگفت که تو ساحره هستی ساحره یعنی کسی که سهر میکنه بعد ساهر مرد ساهر عربا میدینه یه همیرن آخر کلمات به عنوان زن ساهره یعنی زن سهر کننده گفت بسیار خوب روز بعد دعوت کن شاهزاده رو تا قضیه رو براش بازتر کنیم شاهزاده که خودش دلش میخواست یه جوری به خانه این لشکری سری بزنه و این زن رو ببینه دعوت رو به راحتی پذیرفت و شب برای شام اومد منزلشون زمانی که غذا آماده شد زن صدا زد این دوتا اسیر خودش رو که ته چاه مونده بودن و از اینکه غذای مناسب نخورده بودند و غذای بد خورده بودند ریششون بلند شده بود موهای سرشون در اثر اینکه نشسته بودنش نور ندیده بود ریخته بود وضع بسیار عجیب غریبی داشتند بهشون گفت لباس کنیزان رو تن کنید و برید غذا رو برای مهمان من ببرید من بعد آزادتون میکنم این دوتا آشپز لباس زنونه کنیزا رو تنگ کردند و سینی غذاها رو برداشتند و آوردند توی اتاق شاهزاده به لشکری گفت شما چرا موهای اینها رو زدید چرا اینها موی سر ندارند؟ چه بلایی سر اینا آوردید یه هم دیگه نگاهشون کردید اه آشپزهای خودشن گفت اینها که آشپزای منند؟ گفت بله قربان اینطوری هستش زن از اون ور اومد و گفت ای شاهزاده تو منو ساهره خواندی تو من گفتی ساهره من ساهره نبودم و سعی کردی که پارسایی من و پاکدامنی من از بین بره و اینها رو به این منظور اینجا فرستادی فکر نمی کنی اگر من آهی بکشم میدونی قدیمی ها به آه اعتقاد داشتن کسی آهی از دل بکشه پلان اتفاق میفته آهی از دل بکشم بدبختی و بیچارگی نصیب تو خواهد شد شاهزاده ترسید و بر خودش لرزید و شروع کرد به عذرخواهی کردن و معذرت خواهی کردن از این بانوی پاکیزه پاک دامن توتی گفت ای خجست بانو شما هم از جله کن امشب برو عاشق رو منتظر نذار چرا که ممکنه شوهرتو برگرده و تو شرمنده عاشق خودت بمونی همونطور که شاهزاده شرمنده اون زن شد من نمیخوام این اتفاق بیفته برو بلند شد خجست خانم و گفت آره راست میگی باز هم امشب نزدیکه که دیر بشه اما بیرون رو که نگاه کردید هوا روشن شده و در روشنی هوا خیانت نمیشه کرد باید منتظر تاریکی شب بود شب شد و شب پنجم فرا رسید شب پنجم باز خجست خانم خود رو آماده کرد با دلی پر از شوق و اضطراب و نگرانی و خواهش رفت به سمت توتی که با توتی صحبت کنه اجازه بگیره و بره پیش شاهزاده اما دید که توتی سر به گوشه پر خودش فرو برده و تو فکره گفت که ای عاقل ترین پرنده دنیا بگو ببینم چرا انقدر تو فکری من اومدم ازت اجازه بگیرم که برم به وصل معشوق برسم وصل یعنی با هم بودن به وصل معشوق برسم گفت من از کار تو در حیرتم و تو فکرم که آیا اون هم تو رو به اون اندازه که تو دوستش داری دوست داری یا نه آیا تو انقدر عاشق و بیقرار و شیفته ای و اون دنبال حوثیه و ممکنه که بعد از اینکه به اون حوث رسید دیگه تو رو دوست نداشته باشه و تو رو از خودش بخواد دور کنه من در این فکرم درست مثل رای کامرو کامرو اسم محلی بوده ظاهرا رای هم حالا فردی بوده زن میگه که اون قصه چه بود میگه ها اون قصه اما در روزگار قدیم توتی دانا روی درختی زندگی میکرد با بچه هاش و در پایین همون درخت روباهی زندگی میکرد با بچه هاش گاهی بچه های توتی از درخت میرفتن پایین و با بچه های روباه بازی میکردم توتی دانا بود و عاقل و عاقبت کارها رو میدونست به بچه هاش نصیحت کرد شما هم جنس روباه نیستید نرید پایین و با اینها بازی نکنید هر کسی باید با هم جنس خودش در واقع بازی کنه یا ارتباط داشته باشه مثلا مگس با فیل هیچ ارتباطی نداره ولی فیل با فیل میتونه ارتباط دوستی داشته باشه بچه ها به حرفش توجه نمی کردن تا روزی گفت ای بچه های من هر کس نصیحت نشنوه و با غیر جنس خودش قاطی بشه همون براش اتفاق میفته که برای بوزینه اتفاق افتاد بچه گفتند ای مادر ما داستان بوزینه چیه؟ داستان بوزینه رو من در بخش بعدی باید براتون بگم و در این قسمت باید کم کم ازتون خداحافظی کنم و آرزوی شبی خوش یا روزی خوش براتون تا دفعه دیگر دوستان من کتاب های صوتی این مجموعه اختصاصاً برای کانال شبنشینی هالو تهیه شده است قصه هایی از ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کهنسا کتاب پنجم توتی نامه بخش ششم شش سلام بر دوستان خوبم شبتون بخیر قصه ما در مورد روباه براتون فقط توضیح بدم بر اینکه قاطی نکنیم که توتی داشت برای خوجسته قصه میگفت قصه از یک توتی میگفت که با بچهاش بالای درختی زندگی میکردند پایین اون درخت روباهی زندگی میکرد چون بچه توتی ها میرفتند با بچه روباه ها بازی میکردند مادرشون داشت نصیحتشون میکرد که این کارو نکنید چون ممکنه مشکلی از ارتباط دو ناهم جنس پیش بیاد اونا پرنده نیستن ما پرنده ایم و به هر حال خطرناکن ها. بعد برای اینکه بچه ها رو مجاب کنه مجاب کردن یعنی متقاعد کردن متقاعد کردن یعنی اینکه بهشون چیزی بگی که قبول کنن که داری درست میگی برای اینکه متقاعد کنه اینها رو براشون قصه بوزینه شطرنج باز رو گفت گفت بوزینه ای بود با پسر کتوال کتوال هم براتون گفتم یعنی نگهبان دژ و قلعه شطرنج بازی میکرد و به خاطر همین شطرنج بازی کردن بوزینه و اون پسر بین اونها دوستی به وجود اومده بود کتوال پسر رو نصیحت میکرد که تو با بوزینه شطرنج بازی نکن ما با هم هم جنس نیستیم ما آدمیم اون بوزینه است اما پسر قبول نمیکرد روزی مهمانی بسیار مفصلی کتوال گرفته بود و همه بزرگان رو دعوت کرده بود و این بزرگان قرار بود مسابقه شطرنج بین پسر کتوال و بوزینه رو تماشا کنند. وسطای بازی شطرنج بوزینه شوخی کرد که خب بوزینه است دیگه قابل درک که زیاد بجا نبود و پسر کتوال ناراحت شد صفحه شطرنج جو برداشت و کوبی تو سر بوزینه بوزینه عصبانی شد پرید و یک گاز از بدن پسر گرفت و فرار کرد و اما جای این گاز کم کم افونت کرد باکتری از دندون بوزینه وارد خون پسر شده بود و اونجا هر روز داشت زخمش بدتر میشد. هر چه منتظر موندن که زخم رو به بهبود بره نرفت و بدتر و بدتر شد تا اینکه دنبال طبیب و پزشک گشتند که بدونن راه حل و علاج این زخم چیه بالاخره پزشکی پیدا شد که همه چیز رو میدونست و گفت راه حلش اینه که از خون همون بوزینه روی این زخم مالیده بشه پس اول باید بوزینه رو بکشی پسر کتبال نمیخواست هم بازیش رو از دست بده و راضی نمیشد تا اینکه زخمش بدتر و بدتر و دردش که شدیدتر شد رضایت داد که بوزینه رو بکشند بوزینه رو با تیر زدند و کشتند و خونش رو آوردند و مالیدند روی زخم پسر و این زخم رو به بهبود رفت اینم پزشکی قدیمه دیگه میتونید وقتی که باکتری وارد بدن بشه آنتیبیوتیک میخواد با خون بوزینه درسته میشه ولی خب قصه است جایی که به هر حال میدونید بوزینه اصلا شطرن بازی نمیکنه قصه است و هر کدوم از اینا سمبولی که مثلا در قصه قبل داشتیم که دستگلی زن به مرد داد که همیشه شکوفا موند خب این دستگل سمبل اون شادی و شعف و طرب و خوشحالییه که از همراهی و عشق و وفاداری یک زن در قلب یک مرد هست این گلیه که هرگز پژمرده نمیشه در واقع یه حالت سمبولیک داره حالا قصه که به اینجا رسید توتی گفت فرزندان من شنیدید قصه من رو پس بدونید که ممکنه برای شما هم همچین مشکلی پیش بیاد بچه و فکر کردم خب حالا با قصه که همه چیز رو میشه اثبات کرد میخوای من یه قصه برات بگم اونوری بگم بگم که آخرش اینا خیلی هم خوب با هم زندگی کردند و دوست موندند و روزی پسر یه جا گیر کرده بود بوجینه رفت نجاتش داد و بگم که دوستی با بوجینه خوبه با قصه میشه همه چی رو اثبات کرد اون چی که تغییر ناپذیر و قابل اعتماد واقعیاته نه اعتقادات نه باورها نه شعر و نه قصه من اگر تا فردا صبح هم بر شما قصه بگم یا شعر بگم که خورشید به دور زمین میچرخه اونطوری که قدیمی ها فکر میکردن واقعیت اینه که زمین به دور خورشید میچرخه این رو نمیشه تغییر داد و میدونید همین که زمین به دور خورشید میچرخه و همیشه یک قسمت از زمین رو روشن میکنه مفهوم شب و روز برای ما تا یه حدی به نسبت اون که قدیمی ها فکر میکردن فرق میکنه قدیمی ها فکر میکردن که بالاخره روز یعنی که همه جا روز همه جا روشنه در طور که نه روز ما یعنی شب دیگران صبح ما یعنی عصر دیگران بنابراین همیشه یک قسمت از زمین روشنه همیشه یک قسمتش تاریکه به خاطر اینکه زمین داره به دور خودش میچرخه و به خاطر همینه که اگر شما فرض کنید یه سفینه ای وقت که میره بالا و از زمین خارج میشه مفهوم روز و شب براش گم میشه دیگه روز و شبی وجود نداره براش برای اینکه به دور خودش نمیچرخه همیشه روز همیشه آفتاب داره بهش میتابه و همچنین مفهوم آسمان گم میشه قدیم یا فکر میکردن آسمان مثلا یه تاقیه که ستون هم داره و یا ستون نداره ستونش دیده نمیشه در صورتی که آسمان اصلا جایی نیست که تاغی داشته باشه یک فضای بینهایت یه ذره یا یه توپ هم توش داره میچرخه و اون توپ زمین ماست تو اون فضا بنابراین آسمان یا بالا و پایین اصلا معنی نداره در واقع به کجا بگیم پایین ما به زمین خودمون میگیم پایین فقط اینو میتونیم بفهمیم ولی بالا وقتی زمین میچرخه دائم فرق میکنه اون سمت از آسمان که زیر پای زمین بوده و ما دیشب بهش میگفتیم که اینجا پایینه زمین که میچرخه اونجا برای میشه بالا و هر حال مفاهیم فرق میکنه ببینید در تورات گفته که حالا احتمالا توراتو که میدونید تحریف کردن دیگه اعتقاد ما مسلمونه که تحریفش کردن میگه که خداوند زمین رو در شش روز آفرید روز فقط برای زمین معنی داره شما از زمین برید اونورتر روز معنی نداره که دائم داره خورشید میتابه چون شما روی کره نیستید که به چرخه وقتی که پشتش به خورشید شد شما بهش بگید شرقه و جالبه بدونید که این هفته ای که ما داریم و هفت روزه از همین افسانه تورات که خداوند در شش روز زمین و آسمان رو آفرید و روز هفتم استراحت کرده در واقع اومده اون روز هفتم روز استراحته که حالا برای یه جمعه است برای یه شنبه است برای یه دی یک شنبه است مال مسیحی یا یک شنبه است که روز خورشیده در واقع برگردیم به قسمون بچه های توتی گوش نکردن با آنچه که مادر بهشون گفت تا روزی چه اتفاقی افتاد یک حیوان وحشی اومد و بچه های روباه رو برد برد و خورد روباه برگشت به لونه و دید اه بچه هاش نیستن خب آثارش هم دید که گویا حالا کسی زخمیشون کرده یا بردرشون فهمید که بلایی سر این بچه ها اومده و با خودش فکر کرد اگر این توتی این بالای سر من زندگی نمی کرد این بلا سر من نمی اومد. موجودات زنده آدم ها مخصوصا همیشه دوست دارن که یک دلیلی بیرون از خودشون برای خطاها یه خودشون یا حتی برای اتفاقات پیدا کنند نمونه اینکه کسی ماشین نوعی میخره و سفر میره خودنکرده تصادف میکنه و میگه آ چشم زدم نمیگه خودم بدرانندگی کردم نمیگه طرف مقابل بدرانندگی کرد نمیگه جاده لغزان بود یا جاده ایراد داشت میگه همسایمون چشم زد که این اتفاق افتاد یعنی یک مقصر پیدا میکنه تا سرزنش کنه نمونه دیگش شما قطعا از بزرگترهای خودتون دیدید که وقتی راه میرن پاشون به چیزی میخوره اون چیز رو سرزنش میکنن اه این میز چرا اینجاست این لعنتی یا این صندلی چرا خورد به پای من در صورتی که میز یا صندلی که چشم نداره ما چشم داریم اون که نمیتونه مراقب باشه اون واستاده ما داریم خودمون رو به اون میکوبیم خب چرا اون رو سرزنش کنیم ولی این خصلت در موجودات هست و اگر بتونند واقع گرا باشند و واقعیت رو بپذیرن که تقصیر هیچ کس نیست اتفاقی افتاده فرض کنید طبقه بالایی ما خونش رو اجاره میده به کسی من جوونم از دختر اون خوشم میاد باشه ازدواج میکنم با این دختر نمیتونم بسازم شاید اصلا تو تقصیر خودم تقصیر اون دخترم نیست اخلاق خودم بده تا ابد فوش میدم به این طبقه بالایی که چرا خونش رو اجاره داد با اونها که اونها اومدن که من بگیرم اگر این کار رو نکرده بود من مثلا این فرد رو نمیشناختم فکر نمی کنم به اینکه تصمیم گیرنده من بودم هزاران نفر رو من میبینم. حالا این تو همسایگی دیدم تصمیم گیرنده من بودم تقصیر اون نیست این یکی از خصلت‌ها و اخلاق بسیار زشت مردمان هستش و معمولا هم خصلت مردمانی که اخلاق بیرونی دارن اخلاق بیرونی و درونی یادتون باشه این خیلی مهمه تفکیکش اخلاق بیرونی اخلاق که آدم رعایت میکنه برای اینکه دیگران خوب قضاوت کنن و فکر کنن آدم خوبیه اخلاق درونی به دیگران کار ندارید به این کار دارید که کاری درسته یا غلطه به احترام خودتون اون رو انجام بدید یا ندید مردمانی که اخلاق بیرونی دارن مردمانی هستن که در عین حال این سرزنش رو هم دارن برای دیگران و شهامت و توان قبول کردن اشتباه خودشون رو ندارن حتما باید اشتباه خودشون رو به دیگران نسبت بدن که تقصیر اونه که اینجوری شد نمیتونن بپذیرن که نه تو هم مقصری چه اشکال داره اگر بپذیری فقط احترام پیش دیگران بالا میره اتفاقا وقتی که مردم ببینن شما فرض کنید یه جا اشتباهی شده باشه با شهامت بگید که بله این اشتباه من بود و من این اشتباه رو کردم ببینید در اون لحظه ممکنه دیگران فکر کنم چه کار بدی کرده اما در طولانی مدت میگن اون آدم خوبی اون اگر اشتباهی بکنه خودش قبول میکنه آدم با شهامتیه تو فرهنگ ما آدم با شهامت آدمیه که کل خر باشه نترس باشه و کارهای احمقانه بکنه در صورتی که شهامت در واقع اینه که انسان بتونه نترسه از قضاوت دیگران و اگر اشتباهی کرد به راحتی بپذیر اگه دیر اومد بگید ببخشید من دیر اومدم چون دیر حرکت کردم منو ببخشید نه اینکه ترافیک بود من نمیدونم فلان کسم مریض شد یه بهانه بیرون از خودش اینها کار آدم های ترسو هستش جناب رو با هم یا از مردمانی بوده که اخلاقشون اخلاق خاصی بوده که ما ازش داریم صحبت میکنیم به عنوان اخلاق بیرونی به خاطر همین میگفت چون اینا بالای سر من هستند یک حیوانی اومده بچه های منو برده ربطی واقعا نداشته ممکنه بگیم سر و صدای پرنده ها باعث جلب یک حیوان درنده شده و جالب اینه که براتون بگم فلسفه این که گریه بچه رو زود آروم میکنن یا مرغها جیغ میزنن وقتی گرست نشونه مرغ یعنی پرنده ها و مادرها آرومشون میکنند همینه جیغ زدن در جنگل در دوران بسیار قدیم باعث میشده که شکارچی جای آدم رو تشخیص بده و مادره که میفهمیده که اگر تشخیص بدن جارو میان پدرش رو در میارن یه چیزی میندازه تو گلوی پرنده برای اینکه ساکتش کنه و همین باعث شده که سیستم غذا دادن با جیغ زدن باشه و متقابلا در مقابل جیغ زدن غذا دادن از ترس اینکه مبادا یا فرض کنید موجوداتی که ما بوده ایم قبل از حالا تکامل و در شهر اومدن و زندگی کردن در بین حیوانات وحشی یه بچه وا 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 شروع میکنه به گریه کردن مادر میبینه شب الانه که یک شکارچی بفهمه که اینها در بالای این درخت یا در گوشه این جنگل آیم شدن و بیاد سراغشون فوری سعی میکنه بچه رو آروم کنه اینه که مکانیزم گریه و غذا دادن گریه و نگهداری کردن گریه و کمک کردن شده یک مکانیزم متقابل بین مادر و فرزند و جالبتر این که بچه ها که بزرگ میشن مرد میشن زن بزرگ سال میشن هر وقت براشون مشکلی پیش میاد که لا و کاری نمیتونن انجام بدن گریه میکنند انگار این بار دیگه از مادر هستی کمک میخوان میخوان مادر هستی بیاد به کمکشون و از اون درد و غم و رنج نجاتشون بده برگردیم به قسمون رو با فکرش دیگه به جایی نمی از غم از دست دادن بچه ها به قدری حالش بد بود که نمیدونه چطوری از بچه توتیها و مادر انتقام بگیره همینطور پریشان داشت میگشت تا به یک سیاه گوش رسید سیاه گوش یک نوع گربه وحشی هستش که نسلش هم داره کم کم از بین میره متاسفانه به سیاه رسید و گفت ای برادر گفت چه شده روبا خیلی حالت خرابه اتفاقی برات افتاده گفت آره متاسفانه در غم و عزای بچهای خودم هستم بچه ها ما دست دادم و تو که میدونی ای سیاه عزیز که روبا به حقبازی بازی و مکاری مشهوره و هر کس رو که خیلی حق باز و مردم فریب باشه بهش میگن مثل روباه اما الان فکرم کار نمیکنه از شدت غم و ناراحتی اومدم از تو دوست عزیزم بپرسم که چطور میتونم از این توتی انتقام بگیرم و از شرش خلاص شم سیاه گوش دستی به ریشش کشید و یکم فکر کرد و گفت ولو من فکر میکنم شکارچی ها به توتی خیلی علاقه دارن تو بهترین کارت این هستش که خودت رو بزنی به لنگی و لنگ لنگان راه بری بعد بری جلوی شکارچی شکارچی که خواست تو رو بگیره هی hey, فرار کنی ولی لنگ لنگان طوری که اون تو رو ببینه و از چشمش گم نشی بری 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 تا برسی به جلو درخت جایی که بالای درخت لونه این توتی هاست بعد از اونجا ناگهان فرار کنی اون وقت شکارچی در واقع راهنمایی میشه به لونه توتی و تو رو رها میکنه و توتی رو میگیره روباه از این فکر خوشش اومد و رفت و توی صحراها میگشت روزی ناگهان یک شکارجی رو دید شکارجی که چشمش به روباه افتاد دید که روباه میلنگه گفت آها میتونم این روباه رو به راحتی بگیرمش چون نمیتونه فرار کنه روباه لنگ دنگان رفت و شکارچی هم دنبالش ولی طوری میرفت که شکارچی بهش نرسه تا نزدیک درخت اونجا ایستاد ایستاد تا شکارچی کاملا نزدیک شد و ناگهان پا به فرار گذاشت با پای سالم دیگه لنگ لنگان نه برای اینکه هر چه زودتر از چشم شکارچی دور شه شکارچی که به پای درخت رسیده بود با خودش فکر کرد این چه ماجرایی بود این روباه لنگ بود یه پا چطوری خوب شد که متوجه شد بالای درخت لونه توتی هست و بچه توتی ها تو رو در انداخت روی لونه بچه توتی ها و مادر توی تور افتادند مادر به بچه ها گفت ببینید این آفتی است و مشکلی است که از این روباه به ما رسید چقدر گفتم با اینها بازی نکنید حالا خوب دقت کنید بازی کردن این بچه ها با هم هیچ ربطی به این مسئله نداشته روباه ناراحتش این بود که چرا اصلا لونه شما این بالاست ناراحتش از این نبود چرا بچه ها با هم بازی میکنن ولی قصه است نادیده بگیرید با هم برین جلو مادر به بچه ها گفت که ببینید بچه ها شما خودتون رو به مردن بزنید شکارچی توتی مرده رو نمیخواد شما رو میندازه دور یه گوشه ای ولی من میدونم چطور خودم رو از دست این خلاص کنم بچه ها همین کارو کردن شکارچی تو رو بست و برد کنار رو دید ای بابا چند تا توتی مرده گرفته بچه توتی مرده اما یک توتی زنده هم توش هست توتی های مرده رو انداخت کناری و توتی زنده رو گرفت بچه ها به محض اینکه افتادن کنار پرواز کردند و هر کدوم رفتن بالای شاخه درختی نشستن شکارچی متعجب بود که ای بابا کلک به من میزنید مادر توتی ها رو گرفت و مادر توتی ها گفت ای شکارچی تو منو نگه دار به بچه هم کار نداشته باش من بقرات زمان خودم هستم پزشکم تمام مسائل مربوط به پزشکی از نمیدونم بار زبان و از نمیدونم خراب بودن مزاج و از بلغم و از سفرا و سودا و سردی و گرمی و نمیدونم مارگزیدگی و اغرب زدگی و هر چی که بگی علاجش رو میدونم بنابراین من برات پول زیادی خواهم ساخت و تو پول زیادی از قبل من از طرف من به دست خواهی آورد منو نگهدار من یک جواهر و گوهر بسیار ارزشمندم چی؟ با خودش فکر کرد عجب ثروتی به دست آوردم سقرات و بقرات زمان سقرات که فیلسوف بود اصلا ربطی پزشکی نداره بقرات چرا به پزشکی ربط داره افتاده گیر من و میتونم ازش بهترین استفاده ها رو بکنم حالا قصه ما هم اینجا بمونه و من بقیه ای قصه رو در بخش بعدی براتون خواهم گفت وقت شما خوش دوستان خوبم تا بخشی دیگر قصه هایی از ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کهنسال کتاب پنجم توتی نامه بخش هفتم سلام بر دوستان خوبم شبتون بخیر قصه ای ما به اونجا رسید که توتی داشت برای خوجسته باز حکایت تعریف میکرد و رسید به جایی که توی قصه ای که میگو باز یه توتی بود و اون توتی به دست شکارچی گرفتار شده بود و گفته بود بهش که من طبیبم پزشکم و تمام بیماری ها رو میتونم معالجه کنم تو میتونی توسط من و به وسیله من پول در بیاری شکارچی خوشحال شد گفت چه عالی اتفاقا من شنیدم که رای در سرزمین کامرو رای در واقع یا راج عنوان شاهان هندی بوده که وقتی که خیلی هم بزرگ بوده اونا میگن مهاراجه در واقع یعنی پادشاه بزرگ و همین ر در لاتین هم به صورت رکس نوشته میشه باز به معنی شاه هستش و در فرانسه روا یا خودتون میگن روا به معنی شاه هستش که از همون ریشه سانسکریت باید باشه برای رای به معنی یکی از حاکمان یا پادشاهان هندوستان که مرض برس گرفته بوده برس رو ما امروز بهش میگیم اگزما تا جایی که من میدونم ولی اشاره میکنه برس و جزام گرفته جزام یه نوع بیماریه که گوشت بدن و استخون خود به خود خورده میشه یا انگشت میره خوشبختانه جزام در ایران زیاد بوده در همه جا زیاد بوده البته ریشه کن شده بعد از اومدن رضا کم کم ریشه کن شد و فروغ فرخزاد خدا روحش رو شاد کنه یک فیلمی ساخته بود یه زمانی از جزامیان که اسمش خانه سیاه هست بود حالا بگذاریم برگردیم به اینکه این پادشاه جزام گرفته بوده و فکر کرد سیاد که اگر این توتی بتونه جزام پادشاه رو خوب کنه چقدر میتونم پول به دست بیارم من توتی رو برداشت و رفت به کامرو و در اونجا رفت پیش پادشاه و گفت ای شاه بزرگ من یک توتی دارم که این پزشک بسیار تواناییه و میتونه شما رو در بیماریتون کمک کنه رای خوشحال شد و گفت اتفاقا این چیزی است که من دنبالش میگشتم خیلی عالیه به هزار دینار این توتی رو خرید سیاد یا شکارچی سیاد عربیشه شکارچی فارسیه خیلی خوشحال شد پول گرفت و رفت و اما توتی و رای توتی شروع کرد به راهنمای رای که باید این رو ببندی روی زخمت باید اون رو بخوری دستوراتی داد و هرچه پیش میرفت رای میدید که انگار داره معالجه توتی اثر خوبی میذاره و نتیجه خوبی میده بعد از مدتی توتی گفت که ای رای بزرگ من که در خدمت تو هستم و این همه دارم به تو کمک میکنم دلت میاد من مثل یک زندانی توی این قفس باشم حداقل منو آزاد بذار توی این خونه هر جا که میخوام برم پرواز کنم و برم و در عین حال دستم باز باشه بتونم ادویه ادویه جمع دواست دواهایی که میخوام رو درست کنم و به هر حال زودتر به بیماری شما برسم رای گفت که راست میگی فکر خوبی است و در اون مدت هم اعتماد رای کاملا جلب شده بود و اعتماد کرده بود به توتی توتی رو آزاد کرد توتی آزاد شده دو بال داشت و دو بال دیگه قرض کرد و پرواز کرد بیاد بچه هاش رو پیدا کنه طور که بهشون قول داده بود قصه که به اینجا رسید توتی به خجسته گفت من هم نمیخوام که تو بری پیش این معشوق و اون وقتی که در کنار تو بود و از تو لذت برد از بودن با تو درست مثل اون توتی که رای رو رها کرد تو رو رها کنه پس مراقب این مسئله باش و مراقب باش اگر چون این کرد آسیب روحی شدیدی بهت نخوره آمادگی شده داشته باش حالا دیگه بلند شو بلند شو هسته و برو که عاشق منتظره و تو هم که قلبت بیقراره و هر چه زودتر میخوای بهش برسی خجست بلند شد و خواست بره پیش شاهزاده نگاه کرد از دریچه به بیرون و دید ای بابا هوا روشن شد این گفتم دریچه علت داشته برای اینکه در زمان قدیم شیشه نبود حداقل در زمانی که این قصه ها داشت اتفاق میافتاد شیشه نبود اگر هم بوده به کار شیشگری و پنجره و اینا خب نمی رفته به خاطر اینکه کارخونه ای نبود وسیله نبود ابزار نبود معمولا خونه های دریچه داشتن و اون دریچه رو گاهی وقتا هوا سرد می شد با یه پارچه چیزی می بستن بعضی وقتا هم منقل زمستون منقل آتش می زشتن و اون دریچه رو می بستن بعضی خفه می شودن. از گازی که ایجاد می شد در داخل خونه خیلی جالبه که ما نمیتونیم حتی تصور کنیم زندگی اون زمانی ها چطوری بوده ؟ اگر زمان برگرده و چند روز بتونیم زندگی کنیم میفهمیم که اونها برشون چه میگذشت و زندگی چقدر خالی بوده؟ چقدر خالی زندگی خلاصه می در اینکه برن کار کنند بیان بخورند و بخوابند و باز برند کار کنند و روز تعطیل هم معمولا؟ حد اقل در جوامع کشاورزی و چوپانی اصلا تحدیل معنی نداشت غیر از حالا زمانی که ادیان که اومدن ادیان دین اسلام دین مسیحیت دین یهودیت اینا که اومدن اتفاقا یه فرصتی به عنوان اینکه مردم برن و آداب مذهبی به جا بیارن یه فرصت استراحتی هم یک روزه به مردم داد چون تمام روزها رو کار میکردند و اگر کسی حافظه خوبی داشت و از پدرانش قصه ای حکایتی چیزی به یاد داشت یا میتونه سازی بزنه یا صدای خوبی داشت مردم دورش جمع میشدن حتی بهش پول میدادن تو بازارهای مکاره قصه گوها می اومدن در اونجا شروع میکردن بازار مکاره که میگم در شهرهای مختلف در مناطق مختلف یک روز همه روستایی یا شهرهای کوچک اطراف هر چی که داشتن میخواستن بفروشن یا چیز دیگری بخرن یعنی مبادله کنند در اون بازار جمع میشدن و با هم مبادله میکردن طرف مثلا صد خروس میداد فرض کنید قند میگرفت اون یکی قند میداد میدم گندم میگرفت و همین صورت با هم جنس رو مبادله میکردن و گاهی هم در مقابل پول این جنس ها رو مبادله میکردند چنین بازارهایی چون جای جمع شدن مردم بود آدمایی که آکروبات بازی بلد بودن و مایی که کارهای نمایشی میخواستن انجام بدن آدمایی که میتونستن قصه و حکایت بگن جمع میشدن اونجا صحبت میکردن مردم با اشتیاق گوش میکردند برای اینکه قصه در واقع با طبع بشر یک ارتباط خیلی خیلی جالبی داره یعنی هنوزم که هنوزه ما فیلم که نگاه میکنیم قصه است تو سینما یا توی تلویزیون اون هم قصه است یک شعر بسیار زیبایی هست که میگه ای دوست حکایتی ز محبت بگو که من طفلم به طبع و طالب افسانه هم هنوز یعنی اون بخش کودک وجود همه انسان ها قصه رو دوست داره وای میسادن گوش میکردن و براشون جالب بود در رؤیاهای شیرین قصه میرفتن غرق میشدند به هر حال دریچه بود و پنجری نبود برگردم به قصه به بیرون که نگاه کردید بل هوا روشن شده و ای دریق امشب هم دیر شد و صبح شد و من نرفتم روز گذشت و باز شب تاریک رسید شب ششم بود در شب ششم باز در واقع خانم اومد پیش توتی و گفت ای توتی عزیز اجازه بده که برم که بی تا به دیدار اون کسی هم که منو دوست داره و من دوستش دارم و میدونی که در جهان هیچ چیزی بدتر از جدایی عاشق و معشوق نیست و هیچ دردی بدتر از دوری نیست بگذار این درد تموم شه و من به وسال معشوق خودم برسم توتی گفت که هی میگی و عمل نمی کنیم هر شب بهت میگم برو ولی باز تو دیر میکنی و تأخیر میکنی و نمیری حالا هم کسی حق نداره در جهان مانع یک عاشق و معشوق بشه و باعث جداییشون بشه و من هم نمیخوام باعث چنین جدایی باشم پس هر چه زودتر شتاب کن برو تا شوهرت نرسیده وگرنه اگر شوهرت برسه درست مثل اون هفت نفر که عاشق بودند و عشقشان در هیچ رفت و نابود شد عشق تو هم نابود میشه خجست خانم گفت که اون هفت نفر قصهش چه هستش گفت بله در روزگار قدیم یک زرگر یک درودگر یک جولاهه و یک پارسا با هم سفر میکردند چهار به قدری سریع این سفر رو می رفتند که باد هم به گردشون نمیرسید رسید رفتند و رفتند تا رسیدن به صحرای بسیار ترسناکی که حتی قول بیابون هم جرأت نمی کرد در اونجا شبها تنها بمونه به اونجا که رسیدن گفتن دوستان اینجا بدون نگهبان خوابیدن شرط عقل نیست بهتره که ما عقل رو رعایت کنیم و احتیاط رو و نگهبان بذاریم برای خودمون قرار شد که هر کدوم پاسی از شب رو نگهبانی بدن پاس یعنی بخشی از شب رو نگهبانی بدن اولین نگهبان شد آقای درودگر یعنی نجار نجار وسایلش رو داشت تیشه و اره و وسایل دیگر دید خب حالا نشسته و هم که خوابند بیکاره گفت چیکار کنم یه تنه درختی دیدید در اونجا افتاده تنه درخت و آورد و مشغول شد به بریدن و تراشیدن و مجسمه درست کردن ازش مجسمه زن بسیار زیبایی رو تونست در همون پاس خودش درست کنه بعد که پاسش تموم شد زرگر رو بیدار کرد یا جواهرساز رو بیدار کرد و گفت که نوبت نوبت شماست که الان پاس بدی و نگهبانی بدی من باید بخوابم رفت و خوابید و اما جواهرساز به اطراف نگاه می کردید به مجسمه یک زن بسیار بسیار زیبا آدم یک نظر بهش نگاه میکنه عاشقش میشه چه مجسمه زیبایی با خودش فکر کرد خب من که بیکارم دوست من که زحمت کشیده و مجسمه به این زیبایی درست کرده حیف همچین بانویی و همچین زنی جواهر نداشته باشه گردنبندی و گوشواری و دستبندی و مچ پابندی براش درست کرد و همه اینها رو آویزون کرد به این مجسمه پاسش تموم شد بعد از اون جولاهه رو یا بافنده رو بیدار کرد و گفت بلند شو تو باید پاس بدی و خوابی جولاهه بلند شد نگاه کردید به یک زن بسیار زیبا مجسمه شد درست کردن عجب دوستان هنرمندی داره واقعا که آفرین بر اونها و بر جواهراتی که ساخته شده و بر این مجسمه آویزون شده گفت خب این که شرط انصاف نیست دوستان و من زحمت کشیدن رو درست کردم مجسمه لخته خب من لباس و تنش کنم شروع کرد به بافتن لباس زیبایی برای این بانو برای این مجسمه لباس که تموم شد تن کرد تن اون مجسمه کرد و پاسش تموم شد و زاهد و پارسا رو بیدار کرد گو آقا بلند شد دیگه نوبت تو هستش تو باید پاس آخر شب رو تا دم صبح نگهبانی بدی پارسا بلند شد شروع کرد به عبادت و شروع کرد به دعا و شروع کرد به نیایش عبادت عربی نیایش فارسیش شروع کرد به نیایش خداوند و بعد چشمش به مجسمه افتاد دید عجب زن زیبایی گفت درود بر دوستان من که چه هنری به خرج دادن و چه چیزی درست کردن ولی حیف نیست که زنی به این زیبایی فقط مجسمه باشه؟ ای کاش جون داشته باشه؟ شروع کرد به درگاه خداوند دعا کردن که خداوندا به این مجسمه جان بده خداوند هم لطف کرد و به مجسمه جان داد و زن شد یک زن زنده زیبا با لباس های فاخر و قیمتی و جواهر بسیار صبح شد دوستان هم از خواب بلند شدند و هر کدوم یک نظر به این زن کردند و عاشق شدند حالا چهار تا عاشق و یک معشوقه درودگر گفت که این باید زن من باشه چرا برای اینکه من این رو تراشیدم و ساختم کار اولیه و اصلی رو من کردم جواهرساز گفت نه من هدیه برای این عروس زیبا بردم هدیه های قیمتی بهش دادم حق منه باید زن من باشه جولاه گفت نه نه من بر تن این لباس دوختم و لباس کردم و این عروس رو پوشوندم پس حق حق منه که شوهر اون باشم و این عروس مال من باید باشه و اما زاهد گفت همه تو مزخرف میگید چیز بی جان که به درد هیچکی نمیخوره قیمتی ترین چیزی که در جهان وجود داره جانه بنابراین جان رو کی بهش داده؟ من بهش دادم مال منه دعواشون شد چهار تا دوست بر سر این زن زیبا شروع کردن با هم به دعوا کردن گفتن خب ما چهار عاشقیم و یک معشوق داریم راه حل اینه که یا قرعه کشی کنیم یا اینکه به اولین کسی که از اینجا رد میشه داوری یا حکمیت بدیم هرچی اون گفت قبول کنیم اون بگه مال هر کدوم باشه ما بگیم باشه راه دوم را انتخاب کردند و منتظر موندند تا جهانگردی سیاهی سیاه یعنی همون جهانگرد کسی که دوست داره بگرده و شهرهای مختلف رو ببینه و چه بسا بنویسه یکی از کارهای بسیار جالب بوده در قدیم که از الان ما با خبریم مثلا از روی فیلم و از توی یوتیوب میتونیم بگردیم که پاریس الان چه شکلیه چه خبره کدوم محله چطوری قدیم اینطوری نبود آداب رسوم شهرها با هم فرق میکرد و مردم خبر نداشتن در کشورها و سرزمینهای دیگه چه خبره وقتی سفر میکردن مینوشتن خاطراتشون رو اولین کسی که از اینجا رد میشد یک سیاه بود تا نگاه کرد عاشق زن شد داد زد که ای نابکاران ای مردم بد این که زن منه این رو شما کی دزدیدید چهار نفر حیرت کردن که چه شد ما خودمون این رو ساختیم گفت نه ساختیم چی چی مگه آدم میسازن این زن من شما دزدیدید و آوردید اینجا من از شما شکایت میکنم یقش اون رو گرفت و بردشون پیش شهنه شهنه فکر کنید همون پلیس قدیم در واقع ولی خب وحشی خیلی وحشیتر. به هر حال برد پیش شهنه این چهار نفر رو و زن رو که بگه که این زن من اینها دو زیدن. شهنه به محض اینکه چشمش افتاد به این زن مرد زنباره ای هم بود و زن دوست دید که ای بابا زن به این زیبایی اصلا نباید بذاره از چنگش به در بره فریاد زد ای ناب کاران ای بی وجدان ها ای دوست ها این پنج نفر تعجب کردن که چه شد گفت این که زن برادر منه برادرم داشت از جایی به جای دیگه سفر میکرد دوزها ریختن سرش برادرم و کشتند و هرچه پول و مال داشت با این زن بردن نکنه شما با اون دوزها همکاری همکارید و همراهی اینا دیدن ایداد بیداد اتهام دزدی و اولی سیاهی که گفت زن منو دزدیدید این گفت اصلا برادرمم هم کشتید دوستان خوبم وقتمون تموم شده من همینجا قصه رو نگه دارم و بقیه قصه رو در بخش بعد براتون بگم وقت شما خوش